به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پاسگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، علازتین جاوید، رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از همه میهن‌پرستان، باقی مانده میهن‌پرستان خارج از کشور، خواهش میکنم که طبق معمول لطف و محبت بکنن، همطور که همیشه لطف دارید. بی نهایتم از همه تون سپاسگزارم که توجه میکنید به برنامه میهن‌پرستان و خیلی منو مورد لطف قرار میدید، شرمنده میکنید. خیلی ازتون ممنونم، برام پیام میاد. بازم عذر میخوام از اینکه نمیتونم دونه دونه پاسخ بدم و همه رو جمع میکنم با در سنگر ایران آریایی در همین برنامه هایی که اینجا در خدمتون هستم و مهمان و مناظرتون هستم. کلی از همه تون تشکر میکنم، خیلی از لطف و محبتتون ممنونم، به ویژه از بچه های ایران که گویا دوستان تازه بعد از چند ماهی متوجه شدن که کانال اون قدیمیه تلگرام دیگه کار نمیکنه، کانال جدید هستش و دوستان دارن رفته رفته به خانه خودشون بر میگردن. باقی مانده میهن‌پرستان لطف و محبت بکنن و
عرض کنم سنگر رو و برنامه میهن پرستان رو نگه دارن. روز دوشنبه که عزیزان لطف و موبایل کردید و عرض کنم همیاری کردید به برنامه، آخر برنامه بود که دیگه نمیشد عرض کنم مجددا من بیام و توضیح بدم. دوست هممیهنی به نام آقای علیرضا از تورنتو، آقای علیرضا از تورنتو لطف کرده بودن در لحظات پایانی $30 کمک کردن که گفتم روز چهارشنبه میام. زمین تشکر از ایشون اعلام میکنم که آقای علیرضا از تورنتو هم $30 لطف و محبت کرد. اما پرسش هایی که دوستان مطرح کردید حالت پرسش نیست، یه مقداری گله و شکایت، البته نه به اون شکل هم نمیخوام بگم، چون دلم نمیخواد بگم وحشت و اضطراب و نگرانی، دیگه بس 41 سال وحشت و اضطراب و نگرانی، حالا اسمشو بخوایم همون بذاریم پرسش بهتر. از شما بچه های داخل کشور میدونم با همه اشکالاتی که هست از نظر پخش جلوگیری از پخش برنامه توسط فرقه تبهکاران، و منم دیدید که سعی میکنم برنامه رو تو کانال بذارم، منتها یکی دوتا از دوستانی که لطف و محبت میکردن این برنامه ها رو ضبط میکردند و به اصطلاح فایل ها رو فشرده میکردن به من میدادن تو کانال بذارم، متاسفانه این دوتا از دوستان با همگی با هم غیبشون زده، البته غیبشون زده که یکیشون مسافرته، یکی هم یه مقداری مشکل کامپیوتر داره، یکی هم به هر حال یه مقداری سر شلوغه. به هر حال دوستان ایرانیان عزیز خارج از کشور شما دیگه لطف بفرمایید در نبود اون عزیزان شما خودتون ضبط کنید این برنامه رو، فشرده کنید بدید به من تو کانال که من به بچهای داخل کشور بدم، چون بچهای داخل کشور مدام میگن آقای احمدی ما از طریق یوتیوب نمیتونیم، نمیدونم فیلتر، نمیدونم چیه، به هر حال نمیدونم، من گویا نمیتونم ببینن و حجم بعضی از برنامه هم خیلی بالاست، برای ما گرون تمام میشه. به هر حال من از ایرانیان خارج از کشور خواهش میکنم اگر بلدید، اگر امکان داره براتون برنامه ها رو به صورت صوتی، به ویژه صوتی، حالا تصویرش مهم نیست حتما نباید قیافه منو ببینن، به صورت صوتی اینا رو فشرده کنید، سریع به من برسونید که من بتونم عرض کنم توی کانال تلگرام خودم قرار بدم که همیانان عزیز داخل کشور بتونن استفاده کنن، چون برای خودم که نمیخوام، خودم که نمیخوام بشینم برنامه خودم رو نگاه کنم و صدای خودم رو بشنوم، که خواهش میکنم اگر دوستانی میتونن لطف و محبت بکنن، چون بچهای داخل کشور کردن که دوباره این کارو، ولی براشون خیلی گرون تموم میشه، تفلک ها اونا از نظر اینترنت تو مزیقه هستن، که این وظیفه شما همینان عزیز میانپرستان خارج از کشور در صورت امکان و تمایل اگر لطف کنید ممنونتون میشم تا بچه ها از مسافرت بیان یا مشکلاتی که دارن حل بشه. اما اجازه بفرمایید که من با یک مسئله تاریخی امشب کار رو با شما آغاز کنم که ما بتونیم همیشه حضور شما عرض شود مسائل رو ریشه‌ای باهاش برخورد بکنیم، که برنامه‌مون رو ببندیم بذاریم کنار که جمعه بیایم یه برنامه دیگه ای داشته باشیم، چون ما داریم میریم به یک سمت و سویی که هر بارم بیام من اینو بهتون میگم، یک سمت و سوی جهان و مسئله ایران داره میره که راه بازگشتی توش نیست. یعنی فرض بفرمایید به طور مثال عرض میکنم، دوشنبه که من آمدم و مهمان شما عزیزان بودم، اگر فرض کنید که ما الان در نقطه‌ای که الان هستیم و هدف ما 100 متر جلوتره، ما دوشنبه مثلا در فاصله 80 متری این نقطه بودیم که به هدف برسیم، امروز که چهارشنبه است اومدم اون 80 متر الان مثلا شده 75 متر، ما 5 متر دیگه به سمت هدف رفتیم. یعنی اسمشو شما بذارید جو جهانی، فقط اسمشو سرنوشت نذارید، خواهش میکنم بخت و اقبال و سرنوشت، آوی چون بهار چهلم رود نمیدونم زمستون 41 با نردبان آید، از این تو این داستانهای نمیدونم شاه نعمت الله و برنامه شاهنامه انگلیسی نرید، اونا همش کار اونوریا بوده، تو این بازی ها نرید و نمیدونم مثل نوستراداموس و بقیه ماجراها، نه اصلا موضوع قضا و قدر و اینا نیست، سرنوشت یک اثراتی تو زندگی شخصی انسانها داره، که حالا من یه مثالی براتون بزنم، مثلا فرض بفرمایید سرنوشت باعث شده من بیام آلمان، اگر من نمیومدم آلمان فرض کنید میرفتم امریکا، خب سرنوشت من تو امریکا طبیعتا یه جوری دیگه میشد که الان در آلمانه، چه حالا چه مالی، چه مادی، چه معنوی، یا کانادا، یا چه بدونم اگه من الان فرض کنم رفته بودم هندوستان،
خب وضعیت زندگی من در خیلی جوانب اینی نبود که الان هست. به خوب و بدش کار ندارم، مسیر زندگی میگم. این بهش میگن سرنوشت. البته سرشت من همون بوده، من همین آدمم، درون من عوض نمیشه. این روی صفحه زندگیم بر اساس اینکه من در کدوم کشور زندگی میکنم، چون محیط اثر میذاره دیگه روی انسان، خواه نخواه، چه دلت بخواد چه دلت نخواه، محیط اثر میذاره. و به خاطر همینه که متاسفانه یه تفاوت‌های بسیار بزرگی بین ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور هست، به ویژه ایرانیانی که نمیتونن برگردن یا نمیخوان برگردن به ایران. یه دوران بیش از 2 دهه رو در اینجا گذروندن و وقتی که شما میگی من 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال نرفتم، خب وقتی که شما وارد ایران بشی تازه اون موقع متوجه میشی که فاصله خیلی زیاد شده، فاصله فکری و فاصله فرهنگی و خیلی خیلی عوض شده جریان. یعنی من همیشه به دوستانم میگم اگه من الان برگردم برم ایران، دیگه نه اون ایران برای من اون ایرانه و نه من اون رضا هستم برای اون ایران. این کاملا واضحه. تا یه زمانی طول بکشه تا بتونی اون فرهنگ رو درک بکنی، اون مردم رو درک بکنی، حتی همون دوستان قدیم تو، فامیل تو، آشنایان تو رو، با همونایی که از راه دور با خاطراتشون داری زندگی میکنی. اما اجازه بفرمایید که یک مطالب تاریخی رو من نمیخوام ببرمتون تاریخ ها که چرت بزنید. من یه طوری میگم که شماها نه خسته بشید نه چرت بزنید. فقط خواهش میکنم از حضورتون گوش کنید و اگرم دیگه نشد به دلایل کیفیت برنامه یا هرچی، دیگه تا اونجایی که من برام میکنم میذارم تو کانال، تشریف بیارید که دیگه ما این نوع مباحث رو تمومش بکنیم. ببینید عزیزان، ما باید بدونیم الان در کجای جهان قرار گیره، اصلا چه خبره تو این دنیا. چون شما تا موقعی که اطراف خودتون رو نشناسی، پیرامون خودتون رو نشناسی، طبیعتا نمیتونید وضعیت خودتون رو روشن کنید. مثل یه هواپیمایی که وقتی ارتباطش با برج مراقبت قطع میشه، خب اون هواپیما ماشین که نیست تو خیابون باشه، تابلو باشه، بتونه پارک کنه کنار، اون وصله به برج مراقبت. این برج مراقبت هستش که این رو از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر هدایت میکنه تا هواپیما به مقصد خودش برسه، تا بتونه الان بدونه در چه ارتفاعی قرار گرفته، وضعیت آب و هوا چطوریه، سرعتش رو باید چقدر بکنه و چه و چه و چه. این برج مراقبته که این فرمانو داره میده، اون هستش که به هواپیما و به خلبان این اخبار رو میرسونه که دوروبر تو چه خبره، تو الان در چه وضعیتی قرار گرفتی. انسان هم همینه. انسان هم باید دوروبر خودش و اطراف خودش و پیرامون خودش رو بشناسه تا بدونی خب کجا قرار گرفته، الان تو چه وضعیتیه، به قول بچه ها چند چنده با این زندگی و با این دنیا. ببینید، از لحظه ای که انسان خودش رو شناخت، از اون حالت اون جنگلی اومد بیرون و اون مسیر خودش رو طی کرد، یعنی یه مسیر چند میلیون سالی خودش رو طی کرد و اومد تا رسید به اون دورانی که تشکیل حکومت ها شد. خوب توجه کنیم، میخوام ریشه ای با هم گفتگو کنیم. حکومت ها تشکیل شد، یعنی یکی اومد گفت آقا به من میگن، اینجا بهش میگن حکومت آریایی ها، اینجا بهش میگن حکومت مصری ها، اینجا بهش میگن حکومت مثلا یونانی ها. از اون لحظه ای که معنای حکومت قلمرو، وسعت و وسعت های جغرافیایی، قلمروهای جغرافیایی به وجود اومد، نخستین چیزی که بشر دوپا باهش درگیر شد به خاطر اون حس، چون میدونید بشر دو حسی داره که این دو حس متمایز میکنه انسان رو با حیوان. چون انسان خودش بنا به تعریف علمیش، اینو من نمیگم، تعریف علمیشه، یک حیوان ناطقه. ما به اساس این حرف زدنمون، تکلممونه که تکامل پیدا کردیم و بر تمام آنچه که رو کره زمینه مسلط شدیم و تونستیم این مسیر رو طی بکنیم، از یخبندان ها، از آتش سوزی ها، از گرمای سوزان بیابان ها و چه و چه و چه. اما موقعی که بشر قلمرو رو پیدا کرد و فهمید که اینجا قلمرو منه، بر اساس اون دو حسی که داره، یکی حس کنجکاوی است و یکی حس غرورشه، حس خودخواهیشه، حس خودمطرحیشه،
این در بشر وجود داره. منتها بعضی از انسان‌ها از حس کنجکاوی خودشون، از غرور خودشون، از اون حس خود مطرحی خودشون به نفع مثبت استفاده میکنن، تبدیل میشن به مثلا فرض بفرمایید برادران رایت، میاد با 4 تا چوب وسط اون هواپیما رو درست میکنه. خب یکی میاد میشه فردوسی بزرگ که یک مدرک یک سندی رو میده به دست ایرانی ها، یکی میاد میشه رازی الکل رو کشف میکنه، یکی میاد میشه مثلا ادیسون یک چنین روشنایی رو به بشریت تقدیم میکنه، یکی میشه مثلا حالا دانشمندانی که هستن در جهان در ایران، میشه ابن سینا پزشکی رو به جهان عرضه میکنه، و یکی میاد میشه مثلا هیتلر، یکی میاد میشه خمینی که از حس کنجکاویش، از اون حس غرور و خودمطرحی خودش میاد جهان رو با آتش میکشه، آدم کشی میکنه. نخستین انسان‌هایی که روی کره زمین، اینو بر اساس نژادپرستی نمیگم، در ضمن بچه‌ها معنای میهن پرستی نژادپرستی نیست، من دارم میبینم بعضیاتون دارید تون میرید. خب ما هیچ دعوایی نه با اعراب داریم، ما در مملکت خودمون در خوزستان خودمون یک سری هممیهنانمون هستن که اینها زبان محلیشون عربی است، هیچ لغت دیگه تو نمیتونی روش بذاری، ما میگیم خوزستانی ولی خب اون ریشه عربی است. ما دعوایی نه با اعراب داریم، نه با ترک ها داریم، نه با نمیدونم روسا داریم، نه با انگلیس ها داریم، ما با ملت ها دعوا نداریم، دعوای ما با دولت هاست. ما وقتی میگیم انگلیس های دوز دریایی، منظور مردم عادی که تو خیابون های لندن و منچستر میرن که نیست، ما منظورمون حکومتی است که حکومت انگلیسی که این برار سر ما آورده. وقتی میگیم استعمار دولت استثماری روسیه یا دولت استعماری انگلیس، منظورمون مردم عادی روسیه که نیست، اونم آدم مثل من و تو دارن زندگی میکنن کار میکنن، اینا این حکومت ها هستن که این تفاوت ها رو به وجود میارن و این مرزبندی های غلط رو تو مخ بشر کردن. این یکمی که بعضی از دوستان میگن آقای احمدی چرا دنیا به مرحله آنارشیست نمیرسه؟ آنارشیست ده ها معنی داره، یا به عبارتی این رو ده ها نوع متفاوت اومدن تفسیرش کردن، و فعلا هم وارد این مباحث نشید، فعلا باید به کشورمون تمرکز کنیم. ما الان فقط مسئله ایرانه. یه روز ایران درست میشه به امید خدا، اون وقت اساتید اهل فن میان، کتب چاپ میشه مجددا، دانشگاه های ما واقعا میشه مراکز علمی، بچه هامون که تو مدرسه میرن یاد میگیرن، آشنا میشن با شعرهای ایران، با اساطیر ایرانی، با تاریخ کشورشون، و همه چی درست میشه. یه زمانی میخواد که مجددا همه چی برگرده سر جاش، و ملت ایران ملت باهوشی است، ملت دانایی است، و ما به اون مرحله سازندگی و به اون مرحله یادگیری خواهیم رسید. اما اولین انسان هایی که اومدن و یک ادعای سیاسی در جهان کردن در راه صحیح، ایرانی ها بودن، آریایی های اصیل بودن، که سمبل این جریان، این حرکت به سوی بشریت، کوروش بزرگ بود که با اون آرمان‌های هم ملیش و هم آرمان‌های انسانیش، یعنی کوروش از آرمان‌های ملیش چون یه شخص میهن‌پرستی بود و نخستین انسانی بود که در اون قلمرو در اون منطقه، خب طبیعتاً دوست داشت زبان ایرانی رو، زبان پارسی رو و ایران رو به جهانیان نشون بده و قلمرو خودش رو وسعت بده و افتخار بکنه از اینکه بگه من شاه بابل، من شاه کلدانیان، من شاه آشوریان، من شاه مصریان، و خب براش عظمتی بود که بره مثلا در مصر به سبک مصری ها تاجگذاری بکنه به عنوان پادشاه ایران، با حفظ رسوم مصریان، با حفظ آیین مصریان، و براش افتخاری بود که یهودیان رو از اسارت اون بابلیان بیرون بیاره و بتوانه که قلمروی کشور ما رو تا اون سرحدات لیبی کنونی، کشور کنونی لیبی، بتونه گسترش بده. ولی این آدم، این کوروش بزرگ که مایه فخر و مایه افتخار همه ما ایرانیان و جهانیان هست و جهان این رو خوشبختانه تایید کرد، یعنی این چیزی نیستش که ما بیایم بر اساس این که بگیم این هجرت این یارو به اون از این ور به اون وره و بدون هیچ سندی حرف بزنیم، اینا مستندات تاریخه. اگر نبود نمیومدن بگن روز جهانی کوروش، لوح کوروش رو نمیوردن اینجوری تو دنیا از این موزه به اون موزه پاسکاریش بکنن که دنیا بیاد نگاه کنه.
و کوروش دیگه مال فقط ملت ایران نیست، کوروش یک افتخاری است برای ملت ایران به جای خود، ولی کوروش یک افتخار جهانی است که در 2500 سال پیش یک انسانی در اوج بربریتی که بشریت در بربریت داشت میسوخت در اون منطقه که جهان به همون منطقه خلاصه میشد، چون اروپایی نبود، آفریقایی نبود، امریکا که اصلا وجود نداشت، یعنی داشت برای بشریت کشف نشده بود، این طرف که امروز ما بهش میگیم استرالیا، نیوزیلند یا ژاپن، اینا نمیگم نبوده، بوده، منتهی مراتب سند و مدرکی ازش نیست که چه خبر بود اون تو، یه سری آدمای بومی زندگی میکرد. بنابراین کوروش وقتی که میاد نخستین امپراتوری جهان رو به وجود میاره و از اونجا هستش که این رقابت‌های جهانی به وجود میاد، رقابت‌های جغرافیایی، رقابت‌های فرمانروایی بر جهان به وجود میاد. منتها کوروش به راه صحیح میره و پس از او جانشینانش وقتی که میان یکی پس از دیگری نه تنها قلمروی ایران رو گسترش میدن، بلکه در راه سعادت بشریت، در راه خوشبختی، در راه صلح قدم برمی‌دارن. شاید الان یه مش کمونیست جهان وطن که عادت به نوکری دارن بگن که پس آقا پس کشت و کشتار مثلا فرض بفرمایید اردشیر بابکان چی بوده، پس کشت و کشتار نمیدونم خشایارشا چی بوده، اینا رو فعلا وارد معقولش نمیخوایم بشیم، چون هم اونا دارن دروغ میگن و همین که یک عده متاسفانه بچه‌های میهن پرستی که دیگه حس میهن پرستشون خیلی دیگه داره علیان میکنه و قلقل قلقل میجوشه، نه اینها دیگه نباید اینقدر لاف بزنن، نه حقایق تاریخ رو باید گفت، ما هم جنگ کردیم، ما هم دست به آدم کشی زدیم، ما هم خونریزی را انداختیم تو تاریخ، ولی اینا اما داره، نه مالکشی، نه اما داره. خب طبیعیه وقتی که ما هم حمله میکنیم به یونان و اون مبعد یونانیان رو با آتش میکشیم، باید منتظر باشیم که چند ده سال بعد یک الکلی روانی به نام اسکندر برای انتقام بیاد و بزرگترین کاخ پادشاهی جهان رو با آتش بکشه. این بدبسون تاریخی، اینا رو نمیشه مالکشی. اما ما حالا نمیخوایم وارد جزئیات تاریخی بشیم، درس تاریخی که نمیخوایم بدیم، ما میخوایم به یه هدفی برسیم، به یه نتیجه برسیم. بنابراین پس از اینکه ایرانیان یک دوره میتونیم بگیم 1300 تا 400 سال، کم نیست، این به زبون ساده است، توانستن بر جهان آن روز حکومت بکنن، ضمن درگیری‌هایی که ما با رومی ها داشتیم، روم باستان، با یونانی ها داشتیم، درگیری های خونینی که در دریای مدیترانه داشتیم، در دریای اژه داشتیم، در عرض کنم حضور شما در همین منطقه که امروز بهش میگیم سوریه، اردن، تا لبنان، تا اسرائیل کنونی، تا مصر، تا عرض کنم از این طرف تا قسمتی که بهش امروز میگن آسیای عرض کنم میانه، در مناطقی که امروز اسمش از تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، خب این درگیری ها بوده، ولی ما امپراتوری خودمون رو حفظ کردیم. این امپراتوری پس از حمله اعراب به ایران به پایان میرسه. حمله اسکندر نتونست امپراتوری ایرانیان رو از بین ببره، بلکه یک توقفی، یک وقفه توش ایجاد کرد، مثل الان که جمهوری اسلامی اومده یک وقفه 40 ساله در پادشاهی ایران به وجود آورده. این بدان معنا نیست که تموم شد، انگلیس به خواستش رسید، ایران شد جمهوری. نه، ایران بارها گفتم نه بلغارستان، نه پرتغال، نه یونان، نه ایتالیاست، نه آلمان و نه هیچ جا که بخوان اینا با یه وقفه چند ساله یه احمق رو بیارن اونجا علم بکنن بگن تموم شد، اینجا شد جمهوری. نه خیر، این یک وقفه است. در تاریخ پر از فراز و نشیب ایران وقفه های اینجوری بوده، منتهای مراتب اسمش جمهوری نبوده، اسمش مثلا میگفتن حکومت های ملوک و طوایفی، میگفتن حکومت های نیمه مستقل، حکومت های محلی، مثلا صفاریان به طور مثال عرض میکنن که نتونستن بر همه ایران حکومت بکنن ولی بودن، مثل حکومت آل بویه، مثل حکومت دیلمیان، اینا بودن ولی نتونستن بر همه ایران حکومت بکنن. پس بگیم چی؟ بگیم مثلا جمهوری دیلمیان؟ نه. تا اینکه بعد از گذشت یک وقفه‌ای که ایجاد میشه، یه مرتبه یکی میاد میشه سلطان محمود غزنوی، یکی میاد میشه مثلا فرض بفرمایید شاه عباس بزرگ، یکی میاد میشه شاه اسماعیل اول و غیر و ذالک، که کل جریان رو در دست میگیره و بر تمام ایران حکومت میکنه و بعد دوباره وقفه وجود میاد. این فقط نصیب ما ایرانی‌ها نشده، این داستان ما نیست،
این داستان جهانه. شما اگه تاریخ همین آلمان رو بخونی و ببینید که این کشور چه مسیری رو طی کرده، یه روزی قلمروش تا کجا میره، بعد متحد با اتریش میشه، بعد با مجارستان میشه، بعد تبدیل میشه به پروس، بعد تبدیل میشه به چی، بعد چی رو از دست میده، بعد دو مرتبه تا کجا وسعت پیدا میکنه، همینطور این میره میاد تا پس از این همه دست به دست شدن تبدیل میشه به چیزی که امروز روش میگن جمهوری فدرال آلمان. تو این قد قواره میمونه، تو این میزون میمونه که تازه نصفش هم مریده که بعد جنگ جهانی دوم وضع شد، بعد از فروپاشی دیوار شوروی، دیوار برلین. در حال حضور شما عرض کنم، بنابراین نخستین کسانی که موفق شدن به امپراتوری 13-14 قرن پایان بدن، امپراتوری ایرانیان پایان بدن، اعراب بودن که یه خانواده به نام قریش متحد با هم میشن، بعد اینا با قبایل دیگه متحد میشن و چه حمله ای میکنن که بر اساس این چیزی که تو تاریخ میگن حمله کردن و ما رو گرفتن و نمیدونم آتش زدن و کتابا رو آتش زدن و زنا تجاوز کردن، به این سادگی نبوده. 200 سال طول میکشه تا امپراتوری پارسیان یا امپراتوری آریایان، این پارسیانی که من میگم بدان معنا نیست فقط فارس ها، این اصطلاحه، یعنی همه اقوام ایرانی. شاید اینم یه غلط تاریخی باشه ولی به هر حال اصطلاح عمومی است، نه اصطلاح خصوصی فقط مال ایرونی ها و بچه‌های تهران و بچه‌های اندای ما. حضور شما عرض کنم که بنابراین با آمدن با این هجوم تازیان، سیطره اعراب بر ایرانیان آغاز شد و 200 سال طول کشید که کاملا بر اون فلات ایران اینها بتونن حاکم بشن و از بغداد، همین شهر بغداد پایتخت کنونی عراق، از اونجا خلفای عرب به قول امروزی خودمون استاندار تعیین میکردن که اون موقع مثلا بهشون میگفتن که حکام، مثلا حاکم خراسان، حاکم بلخ، حاکم سمرقند، حاکم مثلا یزد، حاکم کرمان، اینطوری تعیین میکردن. ولی دستور از بغداد میومد و اینها موفق شدن به این شکل بر کل فلات ایران حاکم بشن که اگر اشتباه نکنم بین 46 تا 48 خلیفه عرب موفق شدن که این سلطه رو حفظ بکنن و ترویج خرافات و دین و چه و چه والا وارد اونشم نمیشیم. و از طرف دیگه هم حمله کردن به سوی هم مصر رو گرفتن، هم یمن رو گرفتن، هم موفق شدن که شمال همین کشورهای کنونی افریقا تا مقداری تا مرکز افریقا رو بهش مسلط بشن، کشورهایی که ما امروز بهش میگیم سودان، نیجریه، سومالی، اریتره، اتیوپی، مصر، لیبی، تونس، مراکش، موریتانی و غیره و ذالک، اینا که فعلا حالا خاطرم هست. و از طریق تنگهی که امروز نامش جبل و تاریخ هست، از اونجا حمله کردن، رفتن تا از شمال غرب بتونن اروپا رو هم تسخیر بکنن که جنگ های خونینی هم اونجا رو افتاد و مدام میخواستن که این سیطره خودشون رو، این فرمان روایی خودشون رو گسترش بدن. و نخستین هدفشون هم تجاوز به زنان بود که معتقد بودن که باید یک نسل عربی رو ما به وجود بیاریم و دستور هم داده بودن که کاری که بعدها سربازان آلمان کردن، دستور داده بودن که وقتی به زنها تجاوز میشه، اگر زنی، چون بعضی از زنها خودشون رو میکشتن، خودشو کش، خانوادش هم بکشید که این زنها بترسن و نکشن خودشون رو، که این بچه به دنیا بیاد، بعد یالا زن میزن میکشتن مهم نبود ولی بچه رو به دنیا بیاره و زبان عربی رو هم گسترش بدید، به طوری که پس از یک زمانی میتونیم بگم پس از حمله به ایران، مثلا پس از 200-250 سال، شما اذان مسلمانانی که همون الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، این رو شما در خیلی جاها میشنیدید، از دو شهر دوشنبه تا بخارا تا کابل تا هرات تا طوس تا سمرقند تا ایروان تاشکند، عرض کنم باکو، تفلیس و خیلی جاها میشنیدید اینا، تا صوفیا و استانبول، قاهره و خیلی جاها این اذان رو میشنیدید و قلمرو بسیج هم رو انداختن اعراب چون بیرحمانه میکشتن. و به این ترتیب قلمروی جهان فعلا در همون منطقه مونده بود، یعنی نخست آریایان، ایرانیان و حالا اعراب. بعد مغول از راه میرسه، مغول از راه میرسه که متاسفانه بر اساس سیاست‌های غلط خوارزمشاه
پادشاه وقت ایران این حمله صورت میگیره، در حالی که مغول چنگیز قصد حمله به سمت ایران نداشت، بلکه از طریق ایران میخواست بره به سمت شمال، به سمت جایی که امروز ما بهش میگیم از طریق ترکمنستان کنونی، کشوری که کشور من در آورده ترکمنستان بره، و یک بخش ارتشش هم بیاد از طریق مازندران و گیلان بیاد به سمت آذربایجان و بره به سمت ارمنستان و بره اون بالا به سمت آرارات و غیره، یعنی در دو جبهه بیان و برن مسکو رو به اصطلاح روسیه کنونی رو بگیرن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. مغول ها هم دستورشون همین بود که تجاوز بکنید، هر جا میرید اولاد از خودتون به جا بذارید، این دستور مستقیم چنگیز بود. با آمدن چنگیز به درون این بزن بزن، سیطره اعراب، سلطه اعراب از بین رفت و به این ترتیب مغولا حالا شدن آقای جهان، شدن گردن کلفت جهان. که وقتی من به دوستان آذری خودم، به بچه های آذربایجان میگم نگید ما ترکیم، یکی از مناطقی که امروز بهش ما میگیم کشور ترکیه، مناطق مورد نظر مغول بود که وقتی منطقه رو دید، منطقه بسیار زیبایی است، آناتولی بسیار زیباست و طبیعت قشنگی داره که متاسفانه گیر بعد کسایی افتاد، که اونو بخشید به یکی از بچه هاش، بخشید و اونجا زاد و ولد کردن که بعدها بعد از همین مغولان از دل اون جریان عثمان ها اومدن بیرون، عثمان ها اومدن بیرون که اونها هم وحشیتر از مغول ها دست به اصطلاح سومین امپراتوری، چهارمین امپراتوری را انداختن، امپراتوری آریایان، امپراتوری اعراب، امپراتوری مغول و حالا امپراتوری عثمان ها. که عثمان ها هم قصد کشورگشایی داشتن که تا الان ببینید بجز آریاها یعنی ایرانیان که به هیچ کشوری حمله نکردیم، تجاوز نکردیم، آدم کشی نکردیم، به ما حمله شد متقابلا پاسخ دادیم، بله آدم هم کشتیم، سربازشون هم کشتیم، ولی در هیچ کدام از کتب تاریخ شما سندی نمیبینی ایرانیان پیش از اسلام به کشوری حمله کردن و تجاوز کردن. اگر سندی آوردید باید سند قانونی باشه، سند رسمی باشه، نه چرت و پرتایی که روسا و انگلیسا نوشتن یا مزخرفاتی که یونانی ها نوشتن، دروغ محض. ولی میبینید که هم اعراب، هم مغول‌ها و هم عثمان‌ها با تجاوز شروع کردن، هر جا میرسیدن آتش میزدن، تخریب میکردن، اساساً اهل تخریب بودن هر سه تاشون، هم عربا یعنی همون تازیان، همون قوم قریش، هم مغول‌ها، هم عثمان‌ها، آتش میزدن، تخریب میکردن، آدم میکشتن، تجاوز میکردن و کتب علمی و فرهنگی رو از بین میبردن و هدفشون فقط کشورگشایی و ترویج زبان خودشون، ترویج آیین خودشون، ترویج آداب خودشون، نه فرهنگ خودشون، فرهنگی نداشتن، فرهنگ بیابانگردی بود و بادیه نشینی و صحرانوردی بود، فرهنگی نبود که میگن آقا مغول اومد فرهنگ خودشو به جهان، یا عثمان ها فرهنگ خودشون رو، فرهنگ نداشتن اونا، آداب خودشون رو، آداب و رسوم و سنن خودشون رو آوردن و به جهانیان تلقین کردن و به اصطلاح موفق شدن به عنوان فاتحین جنگ. خب ما همینجا استوب کنیم اینجا تاریخو، همون بشه چرت نزن دا بچه ها، بچه های خارج از کشور رو کنید کمک کن، زنگ بزنید خواهش می‌کنم. با یک چنین مقدمه‌ای که من حضورتون عرض کردم تا عثمان، این جهان چندین و چند نوع امپراتوری دیگه به خودش دید. یه روز اون اومد بر جهان حکومت کرد، یه روز اون اومد گردن کلفتی کرد، ولی هیچ کدومشون به اون قلمروی ایرانی ها نرسیدن، هیچ کدومشون به وسعت حمله اعراب و مغول ها نشدن یا به وسعت حمله عثمان ها نشدن، ولی هر کس اومد تونست یه چند سباهی بر این دنیا حکومت کنه. چند قرن میایم جلو، خیلی سریع چشمون رو ببندیم رو هم از عثمان بیایم برسیم به وارد قرن 16 میلادی بشیم. وقتی وارد قرن 16 میشیم میبینیم یک انقلابی در اروپا به وجود میاد، طبقه روشنفکر به وجود میاد، رنسانس به وجود میاد، کلیسا میره سر جای خودش، اون جنگ ها از بین میره و حالا بشر چه بلاهایی به سر شده اون از بین میره و چه و چه و چه و چه و چه، یواش یواش اروپا شکل میگیره توسط روشنفکرانش. اون لحظه ای که اروپا شروع میکنه به شکل گرفتن، اون کشورهایی که روزی امپراتوری جهان بودن بر اساس جنگ ها و نزاع و تنش ها و بکش بکش ها و تجاوز ها و تخریب ها و چه و چه، توان خودشون رو از دست داده بودن، دیگه نه خبری از قوم آریا یا گردن کلفت کوروش و نمیدونم هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بود، نه دیگه خبری از اون خلفای عرب بود که عربده میکشیدن در بغداد
به اصطلاح درخت‌ها توی تاشکند می‌لرزیدن، نه دیگه خبری از اربدکشی و چاقوکشی‌های مغول بود و نه دیگه خبری از اون بزن‌بزن‌های عثمان بود. و حالا اروپا داره شکل می‌گیره. وقتی روشنفکران اروپایی بنیانگذار علم در اروپا میشن و اروپای بدبخت شده فقیر، یعنی بدبخت شده رو ببخشید گفتم چون بدبخت بود، اروپای فقیر بدبخت مفلوک وبا گرفته، واقعا اینا رو جدی میگم، وبا، طاعون، کثافت، فقر، بیداد میکرد، هیچ کس به هیچ کس رحم نمیکرد. در همین لندنی که امروز شما میبینید خوردن یک موش که توی فاضلاب هست آرزو بود، داشتن موش کباب میکردن میخوردن. حالا اون سر سفره رو با میز نباشید اینگام خوردن. و اسپانیا همینطور، چیزهای کشورهایی که ما امروز بهش میگیم هلند، بلژیک، دانمارک، همین آلمان، فرانسه، در فرق بودن، تو فاضلاب توی کثافت زندگی میکردن و کلیسا حاکم بود بر اینجا و دعوا بر سر کلیسای پروتستان بود و کلیسای کاتولیک بود. دعوا این بود فقط تو اروپا. هر کسی هم از علم و دانش و معرفت و از فنون به اصطلاح علوم جدید می‌خواست حرف بزنه، به اسم مرتد و به اسم مفسد فی الارض که بعدها شد مفسد فی الارض و مرتد، شلاقش می‌زدن، می‌کشتنش، نمی‌دونم چه شکور می‌کردن و یه بلای سرش می‌آورد که ده‌ها دانشمند بزرگ جهان رو که در همین اروپا زندگی میکنن از بین بردن، چه زن چه مرد. انقلاباتی شد چیز شد ولی کلیسا قدرت داشت. بر اساس اون انقلاب رنسانس اروپا دارای خانه فکر شد. ما از اینجا تازه بحث اون داره شروع میشه، از اینجا قشنگ گوش کنید. اروپا دارای خانه فکر شد. یعنی چی خانه فکر؟ یعنی روشنفکران اروپایی اومدن یک بحثی رو راه انداختن، یک دیالوگی راه انداختن، جامعه رو وادار کردن به تفکر، به فکر کردن، که ما بشینیم با هم گفتگو کنیم که آخر عاقبت این دنیا باید به کجا بره، چون به این وضع که نمیتونه دنیا پیش بره. ما باید یه فکری برای وضعیت بهداشت جهان، برای وضعیت آموزش و پرورش جهان بکنیم، یک قوانین مدنی مدرنی رو در جهان بیاریم. ما باید از این حالت قرون وسطایی بیرون بیایم. و اگر اسم خودمون رو میذاریم روشن فکر، اسم خودمون رو میذاریم انسانهایی که میخوان دست این جامعه مریض رو بگیرن، از این منجلاب بکشن بیرون، ما باید نه فقط این انسانها رو، ما باید جهان رو از این وضع نجات بدیم. که از دل این رنسانس انسانهای بسیار بسیار خوب باسواد، انسانهایی که هر کدومشون اومدن در هر سطحی، در سطح علوم مختلف، شیمی، فیزیک، ریاضیات، علم ستاره شناسی و پزشکی و چه و چه، اومدن و خودشون رو و به جهان خدمت کردن. و اون موقع بود که ایران، کشورهایی که امروز به اسطورم تیکه دیکه های عربی، در فقر و فلاکت باقی موندن، چون خیلی اونجا حمله شد و بکش بکش بود و اینا، فرصتی نبود. اگر از دل اون جریانات یهو یکی میشد ابن سینا، یکی مثلا میشد خیام، یکی مثلا میشد فرض بفرمایید رازی، یکی میشد مولوی، یکی میشد نمیدونم فارابی، این دیگه استثناء بود. ولی در نهایت فقر و فلاکت و بیماری هم اون منطقه رو فرا گرفته بود، ولی خبری از استعمار و استثمار نبود. چند کشور اروپایی به نامهای اسپانیا، پرتغال، انگلیس و بعد هلند و فرانسه و یه مقداری بلژیک، اینها اومدن و گفتن که آقا ما باید از این اروپا بکنیم، بریم ببینیم چه خبره این دنیا. و با قایق‌ها و با این ببخشید کشتی‌های بادبانیشون افتادن تو دنیا. هر کسی چنگ انداخت یه منطقه رو گرفت، هر که هر جا زورش رسید. به ویژه بعد از اون جریان کشف امریکا و رفتن کریستوف کولومبو که اومد و گفت یه قاره اونجا هست و فلان چه و چه و چه، اسپانیایی ها و پرتغالی ها به اون طرف کشیده شدن. انگلیس ها خیلی کم رفتن، فرانسوی ها انگلیس ها خیلی کم رفتن و انگلیس ها بیشتر اومدن به سمت منطقه خاورمیانه، به سمت جنوب اون انتهای قاره، جایی که ما امروز بهش میگیم آفریقای جنوبی، اون دهانه انتهای آفریقای جنوبی، اسمش اومیدنیک یا اومیدنیک بهش میگن، و به سمت مناطقی که جنوب شرقی آسیاست و اون مثلث معروف منطقه
جنوب شرقی آسیا اونجا وارد شدن، یعنی اومدن به سمت کشورهای کنونی هند، برمه، عرض کنم سریلانکا، و رفتن به سمت اندونزی و مالزی که هلندی هم خودشون رو کشوندن تا اندونزی و مالزی، که خیلی هم درگیر شدن هلندی ها با انگلیس ها در اون منطقه، در اون منطقه جاوه و عرض کنم سوماترا و اونورا اون جنگل ها، و انگلیس ها و فرانسوی ها، انگلیس ها با هلندی ها و انگلیس ها و فرانسوی ها در منطقه امروز و کنونی ویتنام و اینا اونجا به درگیری رسید کارشون، که جاپاهاشون هست، جای استعماریشون هست، زباناشون هست هنوز. اما انگلیس ها اولین کشوری بودن که به منطقه خاورمیانه خیلی علاقه نشون دادن، و حالا به هر دلیلی، من نمیدونم دلیلشو، من جایی نخوندم دلیلشو، حالا به هر دلیلی که مورد نظرشون بوده، اومدن و از دوران زندیه وارد اون منطقه شدن، از دوران عثمان خواهم صفویه وارد اون منطقه شدن، وارد منطقه ما شدن، وارد کشور ما شد. نخستین انگلیس هایی که خدا لعنتشون بکنه پای نسلشون رو گوشن تو کشور ما، برادران شلی به اسم تاجر بودن، دروغ بود، هر دوشون جاسوس بودن، رابرت شلی و آنتونی شلی وارد ایران شدن، و از اون لحظه به بعد بود که اینها در تمام تار و پود ایران نفوذ کردن و برای ما آخوند ساختن، برای ما شیعه‌گری آوردن، همین علم و کتلی که می‌بینید، سینه زنی، تعزیه خوانی دیگه، همین مسخره بازی ها، تاسوعا، عاشورا، محرم، بزن تو سرت گریه بکن، و این مزخرفاتی که برامون نوشتن به اسم رساله، اسمش یادم رفت، به اسم رساله، اینا رو شروع کردن هی برای ما نوشتن، رساله حاج آقا فلانی، رساله فلانی، همش هم دروغ، همش هم عوامل خودشون بودن. همین چیزی که امروز بهش میگن حوزه مثلا علمیه، همین حوزه لجن قم که فقط تولیداتش لوادکار و آدمکش و دزده، و اینا هم اینم بنیادش همین انگلیسا گذاشتن، همین لباس مرده شورده که اخوندا میپوشن، همین بنیادش اینا گذاشتن، اینا رو به این شکل شمایل چیز در آوردن که جا دوست دشمن نشون بدن، این خمینی و این عرازل و باش. حضورتون عرض کنم به این ترتیب اینا موفق شدن بر اون منطقه حاکم بشن، مثل کنن به ما چسبیدن. یه مدت کوتاهی شد که کریم خان، لطفعلی خان، نادر به اینا یه کشیده‌ای زدن، موندن، مونده بودن، بیرون نرفته بودن، مونده بودن اونجا. ولی انگلیس ها چون تاریخ رو خونده بودن و اون اتاقهای فکر درست شده بود و اون اندیشمندان در اروپا پا گرفته بودن، چند تا از اون درشتاش رو سوا کردن بردن لندن، و اون دانشگاه ها اونجا علم شد که نزدیک 400-500 سال هر کدومشون قدمت دارن. تو اون دانشگاه ها اتاقهای فکر رو درست کردن. آقا ما انگلیس، ما همه میدونم ما آنگلوساکسون ها یک مش بربرهای وحشی بیرحمی هستی، واقعا هم یک قوم بسیار بیرحم و وحشی هستی، نگاهشون نکنید تو خیابونا به هم میگن او ساری، از بغل هم رنجه بادشون به هم میخورد میگه او ساری جنتلمن فلان اینا، ناش ساری ببر تو گاری اینا، اون بنمایهشون، اون ریشهشون بسیار 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 وحشی، و خیلی اینا جنایت کردن در چیز، در همون جزیره که امروز بهش میگن، خیلی دوستان میشن بریتانیا، و از طریق دانمارک هم وارد اون جزیره شده. مثل ژاپنیا، ژاپنیا شما ریشه چونی که نگاه کنی، یکی از اقوام و کره‌ای ها اقوام وحشی در جهانه. همین ژاپنیایی که امروز اینجوری متمدن هستن تو جهان، اینا ریشه چونی که نگاه کنی بسیار وحشی هستن، یعنی واقعا یک قوم وحشی هستن، خیلی آدم کشی کشتن، که جاپاشون بعدها اومد تو چین، تا تو چین هم اومدن و خیلی کشتن، تجاوز کردن. بگذاریم، انگلیس ها حالا اومدن که بتوانند به مانند اون آریایی ها، اون اعراب، اون عثمان ها، اون مغول، حالا امپراتوری را بندازن، که یک روزی هم که وقت میگن که مثلا پرزیش غیش، یعنی امپراتوری ایرانیان، عثمانیش غیش، امپراتوری عثمان ها، رومیش غیش، امپراتوری روم ها، اینا بیان بگن بریتیش غیش، امپراتوری بریتانیایی ها. خب ولی چجوری میخوان این امپراتوری را بندازن؟ دیگه هم مثل قدیم نبود، چاقو و قمه و شمشیر و اینا، حالا کار به توپ هم کشیده بود و باروت هم که آورده بودن و سرب هم که داشتن و عرض کنم چدن هم که داشتن، حالا دیگه توپ هم دستشون بود، تفنگ هم دستشون بود، و میتونستن این وسعت قلمروهای خودشون رو از منطقه بکشن ببرن تو جاهای دیگه، که دیگه همه میدونیم از کانادا و امریکا شروع کردن تحت سلطه در آوردن، که یه شایعاتی هم راه انداختن توی امریکا، جویندگان طلا، بیاین اینجا طلا هست،
طلا بود، نه که نبود، ولی اونطوری هم نبود که اینا میگفتن. اینا فقط میخواستن که جا به جایی کنن، نژادها رو با هم جا به جا بکنن، نسلها رو جا به جا بکنن، یک نسلی رو از اروپا بکنن، یه مش گدا گرسنه فقیر بدبخت، چون آدم حسابی که نمیرفت امریکا اون موقع، بدبخت‌ترین بدبخت ها برای جویندگی طلا، برای اینکه به یه آب علوفه ای برسن که بریم غرب، اون غرب اون و طلا هست، با کشتی با چه بدبختی 3 ماه 4 ماه تو این موج پرتلاتوم و اقیانوس آتلانتیک و اقیانوس اطلس خودشون رو برسنن به امریکا و به اون بندر نیویورک و بقیه ماجراها که دیگه از دلش دیگه دیدیم چیا در اومد بیرون. و از این طرف استرالیا رو گرفتن، نیوزیلند و زلاند نو رو گرفتن و اومدن و استعمار استعمار کردن. کار کشید به جایی که اسپانیا، پرتغال، فرانسه و هلند، هلند که اولین کشوری بود که جا زد، پرتغال هم زورش نرسید اونم جا زد، هنوز اسپانیا و بعد فرانسه اومدن که در برابر انگلیسا بایستن. این ایستادگی اسپانیایی ها و فرانسوی ها در برابر انگلیس ها، گهگاهی که اینا به جون هم می افتادن که فقط قرار بود یکی بشه امپراتور جهان، مثل ایرانی ها که امپراتور جهان بودن بعد اعراب اومدن، این به کشورهایی که زیر دست و پای اینا داشتن له می شدن فرصت می داد که اینا یه نفسی بکشن، که از دلش یهو کریم خان زن بیاد بیرون، که وقتی اونا درگیر میشدن ما فرصت پیدا میکنیم که این دست کثیف استعمار، این فشار استعمار رو سرمون بره، ما بتونیم یه اوضاع خودمون سرسامون بدیم. اما چون اونها اتاق فکر داشتن، اون اتاق فکرها کمک میکردن به رهبران کشور که آقا حواستون باشه ایرانی ها دستتون لیز نخوره، چیکار کنین؟ اینا رو فعلا با مذهب سر کار بذارین. آقا حواستون به هندیا باشه، چیکار کنین؟ با مذهب سر کار بذارین. آقا حواستون به هندیا باشه، چیکار کنین؟ یکی رو بفرستین اونجا از نظامیای خودمون، از گارد سلطنتی، اسمش هم میذاریم لورنس عربستان، اونم بره اونجا برامون گزارش بیاره. جاسوساشون رو پخش کردن، حواسشون نمیرفت از اینکه چه خبره تو کشورهای استعماریشون، کشوری که تحت کنترلشون بود. اما چون خودشون درگیر مستعمراتشون بودن، مثلا فرض بفرمایید در شرق آسیا، در امریکای جنوبی، در منطقه کنونی ایالات متحده و اینور اونور و در افریقا، یه مقداری حواسشون، نه حواسشون میرفت، ضعیف میشدن به کشوری مثل ایران، مثلا مثل هند، مثل بعضی از مناطق کشورهای عربی کنونی. و این فرصت به ما میداد که ما بتوانیم یک بازسازی بکنیم، یک ترمیمی بکنیم، که از دلش میگم یهو کریم خان میاد بیرون، لطفعلی خان میاد بیرون. تا اینکه سرانجام انگلیس موفق شد تمام رقبای استعماری خودش رو کنار بزنه. به عبارتی اونا اتاق فکر داشتن، به این نتیجه رسن آقا جما یه تقسیم بندی میکنیم، چرا اینقدر همدیگه رو بزنیم؟ ما در نهایت هممون مسیحی هستیم، کاتولیکیم. این مسیحی کاتولیک تکیه میکنم، نه به خاطر بگم مسیحی ها و کاتولیک ها متجاوزن، نه، از نظر دارم تعریف تاریخیشو میکنم، جریان این بوده که ما به هر حال مسیحی هستیم، کاتولیک هستیم، با هم یکی هستیم. ما به یه اصولی و به اون جریان مسیحیت و مریم مقدس و روح القدس و به این چیزا اعتقاد داریم و به یه کتابی اعتقاد داریم. در نهایت بنمایه ما مذهب مسیحه. میایم تقسیم بندی میکنیم، چون سر کله هم دیگه بزنیم. بخش جنوب قاره امریکا رو ما میدیم به اسپانیایی ها، بخش شمالی رو من و فرانسه برمیداریم. حالا میریم سر مستعمراتمون تو آسیا و تقسیم بندی شد. این تقسیم بندی ها کی میشه؟ این تقسیم بندی ها میاد توی قرن اواخر قرن 18 هم. پس از اون همه بزن بزن، حالا وارد قرن 19 هم میشیم. قرن 19 هم ورود قجرها در ایرانه. چرا؟ چون وقتی تقسیم بندی ها شده، اینا دست نشانده های خودشون رو میارن توی کشورهای استعماری، به قدرت میرسونن. یک روانی، واقعا روانی، یک بیمار جنسی بیرحم، یکی از بیرحم در این بیرحم های تاریخ به نام آقا محمد خان اخته، که اگر این بیپدر و مادر وسعتش میرسید، این امکاناتو بهش میدادن، 100 برابر چنگیز بود اون بیشرف. حیف که حس ملیگرایی نداشت، که متاسفانه این احمقی که هست اینجا، چی اسمش، اردشیر زاهدی، چی این ابله، میگه که چیز آقا محمد خان تمامیت ارضی و استقلال ایران رو حفظ کرد. چرا؟ چون برمایش تخم ترکه قجره دیگه. اگه این نگه پس کی بگه؟ همسایه آلمانی من بیاد بگه تعریف کنه از آقا محمد خان. برای این جریانی هم که اون تمامیت ارضی کشور رو حفظ کرد، اینم تو بازیش نرید، گولش هم نخورید. نه، آقا محمد خان اخته تمامیت ارضی ایران رو حفظ نکرد. او به خاطر اون بیرحمی و سنگدلی که داشت، اجازه دیگه کسی، اصلا کسی جرئت نمی‌کرد دمپر اون منطقه بیاد. او هدفش حفظ ایران نبود، او هدفش اهداف شخصی خودش بود. او می‌خواست درون
کثیف خودش رو ارضا بکنه، اون عقده های خودش رو ارضا بکنه، که خیلی تو سری خورد، خیلی 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 تحقیر شد، به ویژه از طرف بزرگ تاریخ کشورمون لطفعلی خان، که واقعا لطفعلی بزرگ بود، به این مرد بزرگ بود، یکی از شکارچی های بزرگ جهان بود، یکی از سوارکاران بزرگ جهان و مردی بسیار زیبارو و سیمایی بسیار زیبا، یک قدرتی بود برای خودش. بگذاریم که بر اساس خیانت اونم بلا به سرش آورد. قجرها وقتی بیان در از انگلیس موفق میشه عوامل خودش رو در ایران بذاره و این آغاز استعمار نوینه و اینجاست که انگلیس ها موفق میشن پس از اون جریان پرزیش رایش، نمیدونم امپراتوری ایرانیان، امپراتوری نمیدونم اعراب، امپراتوری عثمانیان، اینجاست که میشه امپراتوری بریتانیا. از اینجاست که این لغت جای خودش رو باز میکنه تو تاریخ. پیش از قرن 19 هم بوده این واژه، این لغت بوده، امپراتوری انگلیس ها، امپراتوری بریتانیا در از، چون بدم میاد از نظر دروغ چرا تعصب دارم میگم بین اویان بریتانیا، بگذاریم، ولی خب واقع تاریخی است. ولی از قرن 19 هم این امپراتوری بریتانیا جا افتاد تو دنیا و واقعا هم امپراتوری بودن، قلمروی خودشون رو به حدی وسعت دادن که نمونش داریم میبینیم، کشوری به اسم کانادا، ایالات متحده امریکا، دو کشور بزرگ جهان تحت سیطره‌اش قرار میگیره، زبانش اونجا گسترش میده، آدماشو میاره، تعبیرش میکنه به انگلیس. فرانسوی هم یه جاپاهایی داشتن، اسپانیایی هم یه جاپاهایی داشتن، اون منطقه‌ای که امروز ما بهش میگیم منطقه تگزاس جنوب امریکا و اون منطقه‌ای که بهش امروز ما میگیم که شمال غربی، شمال شرقی فرانسه، کانادا، که فرانسوی هم اونجا جاپا داره. ولی در نهایت مرکز ثقل دست اینا بود، حرف اینا میزدن، چرا که زبان اینها اونجا بود، اینها موفق شدن زبان انگلیسی رو در نیویورک تا کالیفرنیا گسترش بدن. خب این نشون داد که اونجا رو بهش مسلط شدن. و در آسیا خیلی هم خوشخوراک هم اصلا در سوخته های بیشرف خوشگوشتاش رو سوا کردن، از جمله ایران، از جمله هندوستان، اومدن به سمت همین چیزی که ما امروز بهش میگیم بندر سنگاپور، مالزی، اندونزی دور زدن و دریانوردان بسیار بسیار شجاعی هم بودن، نترس بودن و گستاخانه حمله میکردن، به اسم بعدا به اسم میسیونرهای مذهبی، مبلغین مذهبی رفتن، ولی رفتن برای استعمار، که استرالیا رو گرفتن، زلاند نو رو گرفتن، خیلی از جزایر اون منطقه رو گرفتن و حتی در دریای کارائیب هم اینا دست انداختن، در جایی که ما امروز کشورهای که ما بهشون میسیم میگیم کوبا، جامائیکا، غیر و ذالک، اونجا هم پایگاه‌هایی داشتن، که این نمونهشو میبینید الان، جاپاهاشون میبینید، بعضی از جزایرشون که هنوز دوره زده انگلیس، مثل این جزیره بود مال سرش هم دعوا کردن با آرژانتین، فالکلند اگر اشتباه نکنم. بگذاریم، بنابراین امپراتوری انگلیس پای گرفت، اما اینا میدونستن که پایگیری، پا گرفتن این امپراتوری بر اساس چی بوده. این فقط بر اساس دریانوردان شجاع نبوده، این فقط به خاطر باروت و چودنی که باش توپ درست کردن و توپ و تفنگ نبوده، این بر اساس حمله و تجاوز و نمیدونم مبلغ مذهبی و چاخانپاخان و دروغ و پدرسوخته بازی نبوده، این مال اون دانشگاه‌هایی بوده که توی لندن تأسیس کرده بودن، توی انگلیس تأسیس کرده بودن و اتاق فکر داشتن. پس ما مدیون اون اتاق فکراییم، اون اتاق فکرها رو باید چیکار کنیم؟ باید گسترشش بدیم. چگونه باید گسترشش بدیم؟ این بودجه میخواد، نه بودجه یه دلار، دو دلار، صد دلار، یه دونه انار، دو دونه انار، یه کامیون انار. این یه بودجه میخواد که تا ابد بمونه و این بودجه رو جواهرات سلطنتی انگلیس تأمینش کرد. گاه هر جا تو دنیا هست برین طلا جواهر بدوزید، بیارید لوبیا، نخود، هر چی از بیارید بدین مردم سیر کنین، طلا جواهرش هم بریزین توی خزانه سلطنتی. مهم نیست که اینجا میشه ملکه، چی میشه شاه، این صندوق رو پر کنیم. بر اساس پر شدن این صندوق ما یک معیاری در دنیا میذاریم. چی میگه اینو اتاق فکر؟ یک معیاری در دنیا میذاریم به عنوان واحد پول، میگم آقا پول ما فرانک، پول تو پوند، پول اون نمیدونم مارک، پول اون لیر، هر چی هست، ما میخوایم ببینیم که واحد پولایی که داریم، این اسامی که واسه پولا گذاشتیم، این قدرتش چقدره. میگن چه جوری بسنجیم؟ هر کی یه طرحی میده، طرح لندن به پیروزی میرسه، میگه آقا ما طرحشو میذاریم بر اساس طلا، طلا جواهر، هر کی بیشتر طلا جواهر داشت. و اتفاقا همین باعث میشه که مجددا بین
کشورهایی که در حال استعمار کردن بودن بازن جنگ و دعوا را بیفته. دوباره اسپانیا افتاد به جون فرانسه، فرانسه افتاد به جون اون، و این فرصتی بود برای انگلیس ها که بتونن مستعمرات خودشون رو بیشتر گسترش بدن. چرا؟ چون در فرانسه و در اسپانیا هم نفوذ کرده بودن که الان شما جاپاهاشو میبینید، در همین اسپانیا میبینید، همون تنگه ایره که بهتون گفتم جبل و تاریخ، اونجا یه ذره اون بغل اون کوچولو رو گرفتن میگن مال ماست، چون اصلا ربطی به اینا نشه گرفت، مثل یه حالتی مثل سنگاپور گرفتم میگن مال ماست، نمیدیم هم دیگه، هر قدر بخوای بری بکنی اسپانیا هم زورش نمیرسه بگیره و نخواهدم گرفت. و در فرانسه هم همین کار رو کردن و موفق شدن که اونجا هم جاپاهای خودشونو بذارن. اونا رو انداختن به جون هم، به طوری که فرانسه حاضر شد قلمروهای خودش رو از توی اون کانادای کنونی رو بکشه بیاره برای تو آفریقا، که الان میبینید که در کشورهای آفریقایی اکثر مستعمرات فرانسه در کشورهای آفریقایی که الان بجز دردسر هیچی براش نداره، مثل کجا؟ مثل مثلا فرض بفرمایید ساحل آج مثلا یه نمونهش، مثل گابون، مثل سیرالئون، کشورهای اون طرف که این به جز دردسر چیزی براشون نداره، کشورهای کوچولو، بنین، حالا بعضیش از دست اینا در اومده به اصطلاح استقلال گرفتن، ولی در نهایت خب خربار شدن رو سر اینا. درگیریایی که فرانسوی ها براشون به وجود اومد تو الجزایر و بعد ایتالیا رفت اونجا که پاش باز شد به سمت عرض کنم مناطق تونس و مراکش و چه و چه، ولی انگلیس ها محکم نگه داشتن، مدیون همون اتاق فکر بودن. اتاق فکر باعث شده بود که به دولت، به کسانی که در رأس، به اصطلاح به پادشاه، به ملکه، اونا چیز بدن، مشاوره بدن و بگن که مثلا فرض بفرمایید ما مشاوره میدیم که ایران رو اینجوری بکنید، با هند این کارا رو بکنید، اونجا برید سرمایه گذاری بکنید، واحد پول جهان رو مبدأش رو بزنیم رو طلا، شروع کنیم دستگاه چاپ درست کردن، فقط پول سکه نباشه، حالا پول کاغذی رو بیاریم وسط، بانکداری را بندازیم. و خب انقلاب صنعتی هم خیلی کمکشون کرد با اومدن چاپ و با اومدن از کنم ماشین‌آلات صنعتی، بعد کشورمون رو کارخونه بزنیم، مردم رو سعی کنیم از توی این مزارع بیرون بکشیم، مزرعه‌هامون رو داشته باشیم، ولی یه مقدارشون بکنیم توی یه جاهایی که اسمشون می‌ذاریم کارخونه، اینا کار تولید میشه و وقتی کار تولید میشه اینا تولید میکنن، جنس تولید میکنن، وقتی جنس تولید بشه ما جنس رو می‌فروشیم، وقتی می‌خوایم بفروشیم احتیاج به چی داریم؟ به کشتی داریم، احتیاج به کارگر داریم، بعد جنسامونو که ببریم به کشورهای خارجی بفروشیم اونا مجبورن با ما داد و ستد کنن، وقتی با ما داد و ستد بکنن پای ما به اون کشورها باز میشه، وقتی پامون به کشورشون باز میشه مثل آدم که بیاد تو خونه شما، تا بیاد تو خونه تو داره میبینه دیگه، کمدت کجاست، نمیدونم تلویزیونت کجاست، میبینه خونه رو دیگه، از تو خیابون فقط ساختمون رو نمیبینه، ما بعد پامون تو خونه مردم باز بشه، ما بعد بریم ببینیم اینا کیان چیان، ایرونیا چه جوری غذا میخورن، چه جوری مینوشن، شاهنامه چیه، نمیدونم روابط اینا چیه، وقتی میگن مادر هند، مادر هند، این جریان مادر هند چیه، این چه خبره تو این جامور کشمیر، و همینطوری ما میتونیم قلمرو خودمون رو گسترش بدیم. و با این خانه فکر اینها توانستن امپراتوری عظیمی رو در دنیا راه بندازن. به من اجازه بفرمایید من یه نقطه بذارم بیام سر خط، شما هم خستگی بگیرید، منم خستگی بگیرم، برگردیم و ادامه بدید. بانو خواهش میکنم از حضورتون لطف فرمید، شماره یک و ممنونتون میشه. سپاس از شما بانو سارا گرامی. حالا عرض میکنم چرا اینو نشون دادم. دوستدار رضا شاه، عجب آیدی، دوشنبه بانوی بودم مثلی که فدای شهبانو، بکنم دارم اینجا کاغذ رو دارم هنوز، فدای شهبانو، بله فدای شهبانو، 150 دلار روز دوشنبه بود، الانم دوستدار رضا شاه دوم، آفرین، پهلوی سومی که من میذارم، دوستدار رضا شاه دوم، پهلوی سوم، 100 دلار، دست درد نکنه، ممنونتم. بانو منیر و آقای خسرو عزیز با جاوید شاه
60 دلار از تورنتو، سپاس از شما و سارا و کوروش عزیز، نوه دو بزرگوارم تونید 10 دلار، مجموعاً 20 دلار. علیرضا هم که گفتیم که 30 دلار. آقای علیرضا هم عرض کردیم بله از تورنتو 30 دلار. دستتون درد نکنه بچه‌ها، خیلی ممنون، وقت داریم زنگ بزنید. خیلی ازتون ممنون. حضور شما عرض کنم، حالا اینو چرا نشون دادم؟ اینو تو حافظتون این فیلمو نگه دارید. انگلیس‌ها به این ترتیب موفق شدن بر جهان تسلط خودشون رو به اصطلاح چیره بشن بر جهان و مسلط بشن بر جهان. واقعا مسلط شدن. زبانشون که مهمترین مسئله برای اینکه دو تا انسان شروع کنن با هم رابطه برقرار بکنن، اول حرف زدنه. با ایمان اشاره کردیم، توی حرف زدیم که باید با هم گفتگو بکنیم. اینی که موفق شده این انگلیسی رو تو دنیا گسترش بدن و همه رو وادار کردن که بگن آقا این زبان بین‌المللی به یاد بگیری. با هر جو بود، با زور بود، با توسری بود، با دوز و کلک بود، با پدرسوختگی بود، اینو چیز کردن. و به هر حال به این طریق یکی از مهمترین دستاوردهای خودشون رسیدن. اما چون هنوز دعوا بر سر امپراتوری جهان بود، خدا رو شکر، البته خدا منو ببخشید میگم خدا رو شکر، اینجا شیطنت کردم، خدا رو شکر بین خود اینا درگیری به وجود می اومد. یکی از مهمترین درگیریایی که کارشون خیلی دیگه بالا کشید و سوت مسابقات جنگ جهانی اول رو زدن، این باعث شد که ما یه بچه نفسی بتونیم بکشیم. بس کشورهای استعماری یه نفسکی کشیدیم که آخه از زیر این فشار اومدیم، چون احتیاج به سربازاشون و آدماشون داشتن، آدماشون بردن از کشور ما بود، چه همچین که ما اومدیم به خودمون بیایم، این جنگه باعث شد که اینا مجددا بریزن تو کشور ما. بعد از یه مدتی بریزن تو کشور ما، یه 9 میلیون ایرانی رو به قتل رسوندن، احتیاج به چیز داشتن، غلات داشتن، احتیاج به خورد و خوراک داشتن و در عین حال هم خب نمیخواستن هند رو از دست بدن، عراق کنونی رو از دست بدن، اردن رو از دست بدن، ایران رو از دست بدن و مناطقی که عراق به دست آورده بودن روش سرمایه گذاری کردن، 2300 سال روش، خب اونم آدمشون کشته شده بود. در ایران خب ایرانی ها جلوشون ایستادن، به اصطلاح پارتیزان های ایرانی، چریک های ایرانی. و نه فقط ایرانی ها، عراقی ها، اردنی ها، سوریه ها، کشور عربی، مصری ها، تونسی ها، مراکش، هندی ها درگیری هم میشد. اینطور نبود اونا بیان ما هم بگیم خیلی خیلی خوش آمدیم، درگیری میشد، سربازاشون کشته میشدن، وسایل نظامیشون رو به آتش میکشیدن و غیر و ذالک، به سفارتاشون حمله میشد، سفیراشون کشته میشد، سرکنسولشون کشته میشد، به خانواده هاشون حمله میشد و اونا هم تلفات میدادن، ولی تلفات ما بیشتر بود. تا اینکه بازم در اون جنگ تموم شد و آلمان شکست خورد و اروپا واقعا صدمات شدیدی دید، طولی نکشید که از دل اروپا یهو یکی میاد به اسم هیتلر. خوب توجه کنید بچه‌ها، ایران داخل کشور، یه نفر میاد به اسم هیتلر. هیتلر میاد و اعاده این رو میکنه که ما نژاد برتریم. یعنی در اصل هیتلر میاد چیکار بکنه؟ پایان بده به امپراتوری بیش از 100 ساله انگلیسا یا بریتانیایی ها، بیش از 100 سال. ولی دوامی نداشتن، غلط میکنن کوری بخونن. ما هنوز این افتخار رو داریم بدون خونریزی که بیش از 1000 سال در جهان توانستیم، اون جهان اون موقع، اون جهان بربریت اون موقع، توانستیم که این قدرت خودمون رو به دنیا نشون بدیم بدون خونریزی، بدون تجاوز، بدون که بریم بزنیم خون زندگی مردم در داغون کنیم. تا اینکه آلمانی ها اومدن و گفتن آقا بس دیگه، شلوس آس دیگه، جلو امپراتوری انگلیس رو باید بگیریم، حالا میخوایم بگیم دویچه رایش، امپراتوری آلمان، که موفق هم شدن، که آتش جنگ علم میشه. اونم یه بیمار روانی بود که حتی در سرود آلمان، همین سرودی که امروز هست، منتها یه تکستشو از توش برداشتن که میگفتن دوچرن و با آلس، یعنی آلمان بالاتر از همه چیه، آلمان برترین، برتر از همه چیه، که این تکستش الان دیگه نمیذارن تو سرودشون، ولی چیزش همونه، فلود و دنبک و دستکش همونه. و به این ترتیب این با شعار آلمان بالاتر از همه اومد و کار رو به اونجا کشید و میگفتش که همه نژادها در جهان نژادهای پست و نجس و چه و چه، همه رو بکشین، یهودی رو بکشین، اینو بکشین، اونو بکشین، فقط نژاد ژرمن، اونم با مشخصاتی که من میگم، قد مثلا 1.90، دماغش اینطوری باشه، فکش اینطوری باشه، آدم سازی میخواست بکنه مرد دیوونه. و به این ترتیب اومد و این
امپراتوری جدید رو راه انداخت. منتها زورش نرسید. چرا نرسید؟ چون انگلیس‌ها موفق شده بودن در اون لحظه ای از لحظه جهان که جهان دارای دوربین عکاسی شده بود، به تصویر میکشید تاریخ رو، مینوش، چاپ اومده بود و دیگه نمیگفتن حدیث، دیگه همه چی بر اساس نوشته ها و اسناد بود. چون این توانسته بود، انگلیس ها توانسته بودن در دنیا این قدرت خودشون رو به ثبت برسونن، توانستن امریکا روی که در از خودشون بنیادشو گذاشته بودن، آدم ها رو فرستادن اونجا و هنوز هم امریکا مدیون این جریان هست، امریکای کلونی، چون در از ریشه شون همونه، همون انگل ساکسون ها هستن اینا، برای همین بهشون گن یانگی ها، یعنی اون بخش اروپای روشنفکر، این لغتو برای اینا ساخت و بعدها مورد استفاده چپ قرار گرفت، چپ جهان، و اونو کشیدن تو بازی، کشیدن امریکای جوان رو، قدرتمند رو کشیدن تو بازی که او بیاد و اروپا رو در اصل انگلیس رو نجات بده، چون انگلیس هایش خوششون نمی اومد بیدن فرانسه داغون بشه، بشه الکی اشک تمساح می ریختن، ادای آدم مهربون رو در می آوردن. اون براش مهم بود که خودش حفظ بشه. به خاطر همین بود که هیتلر دو تا هدف بسیار مهم می داشت، یکی تسخیر مسکو و یکی نابودی کامل لندن. به چه دلیلی؟ چون هم روس‌ها و هم انگلیس‌ها در فکر حفظ امپراتوری خودشون بودن. تزارم تو همون فکر بود که بعدها لنین اومد و اون بساطو به هم زد، و که چرا بساطو به هم زد؟ همون تزار جزء فک و فامیل همین انگلیس‌ها بودن، خاندان سلطنتی انگلیس بودن که در خونه‌شون رو به رو همون تزار بستن. اگه درو باز می‌ذاشتن روس‌ها اونا رو تیربارون نمی‌کردن، حتی پیشنهاد دادن آقا قبول کن گوگور با اصلا روشو برگردون، گفت چی چی که فک و فامیل تزار رو کشتن. و ولی روسیه‌ای که تبدیل شده بود به اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح کمونیستی، شوروی سوسیالیستی، اونها هم داشتن از طریق ایدئولوژی داشتن امپراتوری برای خودشون درست می‌کردن که کرده بودن. رفته رفته توانسته بودن یک بخشی از جهان رو با خودشون همسو بکنن. کدوم بخش؟ بخشی از جهانی که در فقر و فلاکت بود، دنبال شعارهای همینطوری روشکمی بود، کارگران جهان، زحمتکشان جهان، پرولتاریا، بیایم دست به دست هم بدیم، گور پدر امپریالیست، خاک بر سر نمیدونم کاپیتالیست، بیاین نان برای همه، مسکن برای همه. از این شعارهای پوشالی در بعضی مواقع هم یه کمکایی بهشون میکرد، از جیب این و اون میدزدید، روسا میدزدیدن، مثلا میدادن به اونا، بیایم میمادیم کمکتون میکنیم. هیتلر اومده بود که به این دو امپراتوری پایان بده و خودش یک امپراتوری نوینی رو، یک امپراتوری جدیدی رو در جهان راه بندازه، و موفق هم شد. ولی دولتش چیزی نیورد، دوامی نیورد، موفق شد یه چیزی حدود 4-5-6 سال این، ولی همش تو جنگ بود، یعنی نگفت که من دیگه گرفتم و دیگه ساکه، همش تو جنگ بود، تا آخر شکست خورد و چه و چه و چه. انگلیس مجدداً اومد تو صحنه سیاسی، اینجا یه توقف. اون موقعی که جهان وارد اون جنگ میشه، خوشبختانه در ایران رضا شاهی به وجود میاد، رضا شاه بزرگ بهترین فرصت رو به دست میاره که جهان در آتش جنگه، ما الان باید کشور بسازیم که بتونیم این کشور از زیر سیطره استثمار روس و انگلیس بیرون بیاریم. میدونست زورش نمیرسه، میدونست قدرت اینا خیلی زیاده، اما اون مرد انقدر باهوش بود، رضا شاه بزرگ، که واقعا یکی از استثناءات تاریخه. چرا انگلیسا اینقدر دوست دارن اسم پهلوی رو خراب کنن؟ من اینا رو همه رو براتون گفتم، مغول و عرب و حمله و تو ماچ بکن من ماچ بکن، میخوام به اینجا برسیم، این اون چیزایی که از من میپرسید، میخوام حالا برسیم به اینجا. اونا رو گفتم که بدونید دعوا سر چیه. من میخواست یادم رفت اولش بگم که از من میپرسید آقای احمدی چرا اینقدر حمله داری میشه این اواخر به پهلوی؟ دعوا سر اینه، دعوا سر انگلیسه که بعضیا جلو دوربینا میشینن خوششون نمیاد من از انگلیس بگم. آقا انگلیسی زمان انگلیس بوده دیگه نیست، اینا مأمورن یا مزدورن، مزدور و مأمورن یا بیشعورن. من فکر نمی کنم بیشعور باشن، چون اگه بیشعور بودن پولا رو نمیذاشتن توی شماره حسابشون تو نیکوزیا تو قبرس. آدرس هم دادم که اون یارو فلونی خودش باید بدونی بدونه که ما میدونیم. آره، بنابراین اینها اومدن چیکار کردن؟ رضا شاه بزرگ چیکار کرد؟ رضا شاه بزرگ از این فرصت استفاده کرد و چون میدونه زورش نمیرسه،
اومد بنیاد میهن پرستی رو که در ایران از یادها رفته بود و امیر بزرگ سعی کرد این چیز رو، این میهن پرستی رو در بین ایرانی ها به اصطلاح به وجود بیاره، خب نتونست، دورش نرسید، چون در نهایت صدر اعظم بود، شاه که نبود. رضا شاه بزرگ با چک و لگد این ملت از پای منقل بلند کرد، برای همین بهش میگن رضا قلدر، چکمه پوش. آره، با چکمه، با مشت، با لگد، با پس گردنی گفت بلند شین بلند شین بلند شین از پای منقل، بلند شین بلند شین بلند شین. حس میهن پرستیه، و حس میهن پرستی از بین رفته رو، نه خفته رو، من بعضی خودم میگم خفته اشتباه میکنم، از بین رفته بود. مثلا میگن ایران در حال سقوط بود، در ورطه سقوط بود، نه، ایران سقوط کرده بود. این بعضی موقع تاریخ اینو اشتباه مینویسه، وقتی میگن در حال سقوط یعنی یه نفر داره رو صخره میفته، نه، این یارو یعنی ایران ما از صخره افتاده بود، منتها ما شانس آورده بودیم ایران ما که از صخره افتاده نمرده بود، منتها سر و کله بود، دست و دنده و هر چه استخون بود شکسته بود. رضا شاه اومد این مثل چینی برزن این شکسته ها رو به هم زد و این بیمار له و لورده شده دم موت رو نجات داد، دم مرگ رو نجات داد. این اینطوری تصور کنید حالتو. تاریخ رو وقتی میخواید بخونید که میگه آها تاریخ خیلی سخته، تاریخ رو باید قدرت تجسم داشته باشید. وقتی میگین جنگ اعراب با ایرانیان مثل اون پروین دختر ساسان، خب وقتی میگید، وقتی پروین دختر ساسان و صادق هدایت مینویسه، باید حس کنی که اون توی کتاب نیست سم اسب تازیان، باید این صدا بیاد تو مغزت، انگار سم اسب داره میخوره تو مخه، که پروین از پشت پنجره ها داره گریه میکنه و شاهد قتل ملت ایرانه. اینطوری باید تاریخو یاد بگیری که برات شیرین بشه، انگار نشسته داری فیلم مثلا بن‌هور رو نگاه میکنی. اگه اون تاریخ موسی و ده فرمان رو یکی بیاد برات بگه خسته میشه، ولی وقتی که فیلم میاد جلو فیلمو دنبال میکنه، تعقیب میکنه، ولو 4 ساعت باشه. خب بنابراین وقتی که رضا شاه بزرگ از این فرصت استفاده کرد، این ملت اپای منقل و تو شپش و تراخوم و سوزاک و کسافت و بدبختی کشید بیرون. بعد یه مشکل هم فقط نبود، نه اینکه فقط ملت رو بخوای میهن پرست کنی، مشکل بر سر بهداشت بود، بر سر امنیت بود، بر سر تمامیت ارضی کشور بود، بر سر دانش بود، بر سر بیسوادی بود، بر سر جاسوسی بود، بر سر خرافات بود، مذهب بود، هزاران مشکل رو سر این مرد خراب شده بود. اینی که من به شما میگم این مرد بزرگ یک استثنای بزرگ در تاریخ، به شرافت بشری سوگند. اگر کسی تونست، کسی یعنی انسانی که با شرف باشه، نه یه مش الدنگ تتیاره سیاسی که هنوز میشینن جلو دوربینا میگن که خب در نهایت رضا شاه دیکتاتور بود، لعنت به پدر و مادر کسی که این حرف دهنش در بیاد. خودت میدونی که من کیو میگم، دانی که آره، مخصوصا من میگم لعنت به پدر و مادرش، چون انسانی که دروغ بگه حقشه که آبا اجدادش خوش بخوره. ما هنوز نمردیم که در حضور ما، با بودن ما، با زنده بودن ما، به رضا شاه و محمد رضا شاه آریامهر بزرگ بخواد توهین بشه. خاک بر سر من اگه جلو دهنمو بگیرم بر قیمتی و بر پیشنهادی. بنابراین حضور شما عرض کنم که رضا شاه بزرگ بزرگترین استثنای تاریخ بشریته. اگر یک نمونه مثل رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین در دنیا برای من نام بردید، تمام قد تعظیم میکنم، دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. اسم یک نفر بیارید، الان نمیگم، الان که نمیتونید، صدا نمیرسه که، بیاد برای من بنویسید تو تلگرام، به شرافت بشری هم میام میخونم اینجا. اسم یک نفر بیارید در اون مقطع زمان، اون کشور، تو اون لحظه، تو 15 16 سال اونجا ها، نه که الان سال 2020، اون ایران، اون شرایط، اون شرایط تاریخی، اون تب تاریخی، اون وضعیت. بیاد یکی رو مثل رضا شاه برای من معرفی کنید. مختصتون واسه رضا شاه وقتی که کشور رو به اونجا میرسونه، واقعا روحت شاد رضا شاه، روحت شاد. از یاد مگر کره زمین با 5 تا بمب اتم از بین بره که رضا شاه از بین بره؟ انگلیس و بنگاه لجنبرگان، بی بی سی و فاروق ملا نگهدار، یادم احمق بی سواد بنگی، غلط زیادی بکنید بتونید زر زیادی بزنید و ماسمالش کنید. مثلا دختره است دنگو شده تو بنگاه لجن پرکنه میشینه، خیلی بی ادبه، تو خونه خودش پرچم جمهوری اسلامی رو پیچیده به خودش داره میرقصه، بعد میگه من مجری برنامه آشه هم دیگه نمیبینی. حضورتون عرض کنم به این ترتیب خیلی عربا، من تو خونه خودم نشستم مثلا فوتبال جمهوری اسلامی نگاه کنم، بعد پرچم جمهوری اسلامی تو کمدم دریارم ببندم به خودم، بعد شروع کنم برسم، خب من دیگه چجوری بسا بگم مزدورم، بعد بشم مجری برنامه.
بعد با فرخ کسافت نگهدارم میشم گفتگو کنم، بعد بگم که ما اینجا داریم دموکراسی رو رعایت میکنیم، آقا آقای فلانی رو هم آوردیم مشروطه خواهه. اونی که خیلی میکنید ماییم و خودتونی، همه تونی کفن کردم با دست مبارک خودم تو همون زبالای لندن، چون در حد زباله هم هستی مثل سردار که میره آشقالا رو برمیداره. بنابراین انگلیس ها وقتی که دست رضا خان رو، رضا شاه رو میخونن که چیه، ببینید در بحبوحه جنگ میگن برید برید، این داره ایرانی ها رو بلند میکنه. اوه داریم یکی از مهمترین مراکز چیز خودمون، استعماری خودمون رو از دست میدیم، ایران رو اشغال میکنن و اون بلا رو سر رضا شاه بزرگ میاره، خواستن اعدامش کنه. آریامهر بزرگ میاد اون کشور اشغال شده رو میرسونه با چه مصیبت هایی از محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی قشی زیر شلواری پوش ابلق پسمانده کسافت قجر، تا یکی دیگه از پسمانده های قجر به نام روح الله الموسوی الخمینی، گجستک بیمار روانی مامور MI6، یه آدم کسافت، یک جنایتکار قوی تاریخ، خیلی چیز بود، مقوی بود خمینی، اصلا خوراکش بود شبیه دو تا کاسه خون بخوره کسافت. ترورایی که بر علی شاهنشاه شد چه و چه، اون کشور رو از شهریور 20 میرسونه به 1357. این فیلمی که براتون پخش کردم و خانه فکر رو فراموش نکنید، حالا میخوایم بریم سر اون دوتا. 1350 شاهنشاه آریامهر میاد اعاده حیثیت ملی میکنه در برابر آرامگاه کوروش بزرگ، کوروش آسوده به خواب زیرا که ما بیداریم، همواره بیدار خواهیم بود. آی جهانیان نگاه کنید، چش کورتون رو وا کنید، ببینید نگاه تاریخ و چیزی داره جلو چشت میره، سب کو آها این پهلویه، نگاه کن زنای ایرانی رو نگاه کن، این سپاه دانشه، این سپاه ترویج آبادانیه، این سپاه بهداشته، این ارتش شاهنشاهی، این زنای ایرانی ان، دامنا رو میبینی چش میبینی چه چیزی رژه میره، اینا زنای ایرانی ان، دیدی پس از حمله تازیان زنای ایرانی قیافاشون چجوری شده بود، اون زنا رو میمال چجوری تبدیل به چی کرده. کی میفهمه اینو؟ همون امپراتوری انگلیس. چیکار باید بکنه؟ میرن خونه های فکر، آقا چیکار کنی؟ نقاط ضعف هر کشوری رو میدونن. چرا؟ چون 400 سال برادران شلی یادمون نره دوران صفویه، 400 سال تو ایران نفوذ کردن، از دلش چی اومده بیرون؟ فردوس، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، داریوش فروهر، پروانه فروهر، عزت الله صحابی، ید الله صحابی، آشیخ مهدی بازرگان رو گفتم گور به گور شده رو، بعد صادق قدزاده، ابراهیم یزدی، شریعت مداری، منتظری، رفسنجانی، خامنه ای، اسکر اولاقی، دیگه بادامچیان، زهرمارچیان، خلخالی، موسوی اردبیل، به خدا برکت بده دیگه، چقدر جاسوس، هر کدومش هم در صنف خودش، یکی میگه من نهضت آزادی ام، یکی میگه من جبهه ملی ام، یکی میگه من چریک فدایی ام، یکی میگه من چریک مجاهد ام، یکی میگه جبهه ملی ام، یکی میگه آخوندم، یکی میگه من فدایان اسلام ام، اون میگه من نواب صفوی ام، اون میگه من رفیقش ام، اون میگه من داش کوچیکش ام، اون میگه من خیلی نوکرش ام، اون میگه از من کوچیکش ام، مساجد در اختیارشون، سینما در اختیارشون، تئاتر در اختیارشون، موسیقی در اختیارشون، یکی میره بالا میگه که برادرشون حالم خیلی گرفته است، یکی دیگه میره میگه نمیدونم چرا براق هم دیگه دارن میلیسن، یکی میاد میگه که نمیدونم بلند شو بلند شو رو پات مرد قطره و یک مجموعه دست به دست هم میده از درون مثل موریانه، اون ایرانی که همه دور نگاه میکنن میبینن امپراتوری داره شکل میگیره، شاه اون هدف رو داشت، تا چشمتون کورشه، آره من میگم با قدرتم میگم اون هدف رو داشت، ولی هدفش کشورگشایی نبود، هدفش این بود که همین ایران رو، چارچوب این ایران رو محکم نگه داره، تحویل نسل بعد بده، نسل بعد بیاد بگه آه مومنت آقا صبر کن ترکمنچای گلستان قراردادش کی نوشته این قرارداد کجا نوشتن؟ ها باشه ببینه باشه برده بیرون اون قرارداد برده بیارو، چه ایرانی؟ ایران شاهنشاهی که رضا پهلوی پادشاه شده. چی داره اون ایران؟ حالا دیگه پنجمین ارتش غیر اتمی جهان رو نداره، بلکه دارای یک ارتش فوق مدرن در جهان، حالا دیگه میتونه سرشاخ ارتش سرخو بگیره، میتونه بگیره، چرا؟ چون خزانه‌ای که پر طلا بوده مال اونا، حالا اون مال ما شده، حالا ما تونستیم اون کوه نور و الماس نور و نمیدونم بچه نور و همه اونا رو حالا ما آوردیم. حالا اون موزه‌ای که اونا دارن رفتن لوح کوروش رو دزدیدن که خودشون حال بکنن، حالا ما اون آوردیم گوشیم تو موزه میدون شهیاد خودمون. حالا ما پس گرفتیم ایران رو پس میگیریم. اوکی؟ حالا بیاین بشینیم ببینیم ترکمنچای گلستان چی بوده جریانش.
حالا کسی جرأت داره بیاد اینجا بگه جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری زهرمارستان، جرأت داری بگو؟ اصلا جرأت چیه؟ خودشون میگن آقا تو رو خدا ما نجات بده، شوروی هم که به هم ریخته، نوکرتیم، ما میخوایم بیان. میدونید ایران چی میشد؟ ایران باز میگشت به فلات ایران، یعنی همون چیزی که فرمودند، آسوده بخواب ما بیداریم. حرفو متوجه شدید؟ بله متوجه شدید. یعنی دیگه بگید نه که دیگه تعطیل کن باشون برن خونامو شما بگید خونامو خونامو مالس فرمودی؟ اون امپراتوری نخست پرزیش رایش، امپراتوری اول که بعد عربا اومدن و میخوام دوباره برگردونتون به سبت اول که قاطی پاتی نشه، اون ایرانیا و اون جریان عربا و اون حمله عرب و اون حمله مغول و اون حمله عثمان و حمله قبایل وحشی و نیمه وحشی و تیمور و تیموریان رو که سلسله برای اون درست کردن و بعد ورود روسا و ورود انگلیسا و چه و چه و چه و اومدن قجر و بعد شیعه و بعد صفویه و بعد علم و بعد کتل و بعد یا حسین یا حسین بزن تو سرت آبجی ببخشید نوکرت هم سرت بنداز پایین قمر رو بده قیصر، اون تبدیل میشه به رضا پهلوی. حالا تو خیابون همه میگن اوساری، خواهش میکنن، تمنا میکنن امشب میتونیم هم دیگه رو ببینیم. این ادبیات میاد تو ایران، ادبیات مدرن، چاقوها میره تو جیب، خودکار میاد بیرون، دستمال یزدی از پشت گردنا میره میفته تو سطل آشغال، کراواتا میاد رو یقه ها، چادر و چاقچور و کفن و روسری و تو رو خدا من چادرام بگیرم مثلا قضا رو میخوام میکنم تو دهنم و انگوش میکنم تو لپم، اونا میره کنار، خانوما حالا مینیجون پوش میشن، شیک میشن، قشنگ میشن. حالا خانومای ما خیلی سکسی میان تو خیابونا، خیلی سکسی، خیلی لخت، و هیچکس کاری باهاشون نداره، آزار جنسی دیگه نیست، کودک آزاری نیست. حالا بچهای ما تو مدرسه وقتی میرن این نسل تا میره لپتاپش رو باز میکنه، گوشیشو میذاره تو گوشش، معلم ها میان میگن صبح بخیر بچه ها، صبح بخیر خانم معلم، صبح بخیر آقا معلم. این نوع ادبیات میاد، یعنی چی؟ پیش به سوی دروازه های تمدن. چی بنیادشو میذاره؟ رضا شاه بزرگ. چی ادامه میده؟ محمد رضا شاه پهلوی. چی تکمیلش میکنه؟ پرونده رو میبنده رضا پهلوی، ولی نمیذارن پرونده بسته بشه. قیچی رو میارن نوار تمدن رو پاره میکنن، شاه رو میبنن میکشنش، به قتل میرسوننش. هیچ که جرئت نمیکنه اینو بهتون بگه، من بهتون میگم چون مزدورم. بازم بهتون میگم اگه اسم 10 تا میهن پرست رو در برابر دوربین ها برای من آوردید، به ناموس ملت ایران سوگم، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم میرم. اسم 10 تا میهن پرست جلو دوربین رو برای من بیارید، 10 تا، 5 تاشم من کمکتون میکنم. خب و بعد چی میشه؟ اون پرونده اونجا قیچی میشه، اون راه، اون نوار، نوار خوشبختی قیچی میشه. وقتی که قیچی شد اون نوار، اون امپراتوری، اون پرزش رایش که اومد بیاد جلو بدون هیچ کشورگشایی، ارتباط حسنه و صحیح با اسرائیل که رضا پهلوی نخستین پادشاه ایران از تهران بره تل آویو، مورد استقبال نمایندگان اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل قرار بگیره، نخست وزیر اسرائیل تشبیه تهران، مورد استقبال پادشاه ایران قرار بگیره، پرچم اسرائیل در تهران برافراشته بشه، سرودش زده بشه و بعد خیلی دیگه بدجوری بشه. پل هوایی بین تهران و اورشلیم، تهران و تل آویو، اصفهان و حیفا. و این یعنی شروع آمدن سرمایه به ایران که امروز در 2020 درآمد سرانه ملت ایران بیاد بالای 15,000 دلار. شما اونایی که نمیدونن درآمد سرانه چیه، بذارید من خیلی سریع و خیلی ساده بهتون بگم. یعنی ایرانیان بیمه های اجتماعی مجانی، مدرسه مجانی، دانشگاه مجانی، اکثریت غریب به اتفاق صاحب خانه، پول آب و برق و اینقدر ارزون که اصلا نفهمید چقدر، اصلا ندید، مجانی، همه چی مجانی. به این شکل بهتون بگم، چون اینقدر پول دادید که راحت میپردازید، براتون مجانی تموم میشه. سر سال که حساب کردید همه رو، پولا رو خرج کردید، تفریحتون رو رفتین، عشق کردید، دخترت عروس کردی، پسرت رو دوماد کردی، تولداتو رو گرفتی، نامزده گرفتی، هر جا رفتی طلا بردی، اینقدر حال کردی که دیگه خیلی حال کردی، سر سال میبینی من چرا مثلا 10,000 دلار هنوز تو حسابم پول هست. این کل معنی سادهشه. ایرانی قرار بود به اینجا برسه، بعد میاد جلو مغازش در 2020 می‌نویسه نون نسیه نمیدیم داداش، حتی به تو
چی میکنه؟ اتاق فکر لندن که امپراتوری بریتانیا جای امپراتوری ایرانیا رو بگیره. چگونه باید این کارو بکنه؟ اتاق فکر لندن میگه، اعلام میکنه، میگه الان که مثل سابق نیست من حمله کنم به دلیران تنگستان مثلا سرشونو ببرم، الان که مثل سابق نیست برم 9 میلیون ایرانی رو بکشم در جنگ جهانی اول، الان که مثل سابق نیست برم از بالا بمب بریزم رو کشورش، الان مثل سابق نیست که رضا شاهشو برم تبعید کنم، الان عواملی رو که 400 سال کاشتیم تو ایران اونا رو میاریم سر کار. کی خمینی؟ کی خامنه ای؟ کی رفسنجانی؟ کی یارو حسن هفخر؟ کی احمدی نژاد؟ کی خاتمی؟ کی موسوی و کروبی؟ کی بقیه اراذل و اوباش؟ خب حالا ایرانی‌ها بیدار شدن چون اون تخم و اون بذر رو رضا شاه کاشته. چیکارشون کنی؟ ترورشون کنی، تهمت بهشون بزنی، ترور فیزیکیشون کنی، ترور شخصیتیشون کنی. چگونه باید این کارو بکنی؟ الان زمان تیغلشان نیست، لوازم یدکی داریم. لوازم یدکی چیه؟ رادیو تلویزیون ها. بدونش کی؟ بدین به دست این بی‌شرفا. چیکار کنن؟ به اسم تلویزیون سیاسی بیان برای شما چی را بندازن؟ دکون بقالی را بندازن. شرف فروشی بکنن، ناموس فروشی بکنن. چیکار بکنن؟ یک بخش عظیمی از مبارزین ایرانی رو مجبور بکنن بیان بشینن پای تلویزیون ها جهت یادگیری برای نجات کشور، بیان اونجا بشینن شاهد چی باشن؟ این با اون دعوا داره، این با اون دعوا داره، این مصدق از تو قبر میکشه بیرون، اون شارو میکنه تو قبر، این 28 مرداد میاره بیرون، اون میره پرونده 41 رو میاره بیرون، این میره پرونده 6 بهمن رو میاره بیرون، اون میره پرونده حسن علی منصور رو میاره بیرون، این میره راجع به این صحبت میکنه، اون راجع به اون صحبت میکنه، اون میاد میگه بهائی ها بدن، اون میاد میگه یهودی ها خوبن، اون میاد میگه مسیحی ها مثلا فلانن، اون میگه شیعه ها فلانن، این میگه خلق ترک من، اون میگه خلق کرد من، اون میگه حسن صدق خور، این میگه نمیدونم علی تجزیه، اون میگه نمیدونم بی پدر و مادر، اون میگه بی شرف. چی گیج میشه جامعه؟ به چی میرسه؟ پسگرایی، عقب رفتن، عقب رفتن، سانتیمتر به سانتیمتر، میلیمتر به میلیمتر ما رو میکشن عقب. یک دفعه نگاه میکنی ای 1978 من سر این چهار را بودم، باید در سال 2020 این چهار را رو که رد کرده باشم، چی 6 تا خیابون دیگه اون ورده باشم، مثلا رسیده باشم به اون میدونه، مثلا 1978 من میدون فردوسی هم، سال 2020 بعد الان میدون شهیاد باشم، پس من چرا از میدون فردوسی نه تنها نرفتم به میدون شهیاد، مثلا اصلا تایید افسریه، اصلا رفتم تو چیز اون ور گیلان، پس چرا من دنده عقب رفتم در حالی که دارم جلو رو نگاه میکنم؟ تو جلو رو نگاه میکنی ولی استعمار تو رو عقب داره میکشه. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه دعوا بر سر امپراتوری جهان است. تکرار میکنم، دعوا بر سر امپراتوری جهان است. کی خواهان این امپراتوری است؟ جزیره بریتانیا به گفته بنده انگلیس ها، دزدان دریایی. تا این لحظه کی پیروز شده؟ نزدیک به 400 سال، به ویژه 200 سال اخیر انگلیس ها. با چه وسایلی؟ توپ و تانگ و تفنگ و اسلحه و قمه و زنجیر و اسلام و تعزیه خانی و چه و چه و چه، حالا شده رادیو و تلویزیون و اینترنت و تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و بقیه ماجراها. پیروزی از آن کیست؟ عجوزه لندن. شکست از آن کیست؟ ما که نشستیم اینجا، خیلی معذرت میخوام، با یک جهان پوزش خودم رو عرض میکنم، دارم سماق میمیکنم، حرفم به گوش کی میره؟ کاملا به گوش هیچکس. آقا رضا گوش کردیم، میدونم، میدونم من با جان و دل گوش کردید، گوش کردید، عمل کردید؟ نمیتونید عمل کنید. چرا؟ یک، من کیم که بخوام به تو بگم عمل کن یا نکن؟ مثل یه مش احمق، آقا من فرمانده ارتشم. فرمانده چی؟ چرا پرتفلا میگی؟ چرا چتوت میگی؟ من فدایی دارم تو ایران و ارتش فدایی دارم. اون یکی میاد میگه من نمیدونم گروه ستاره دارم و برین آتیش بزنین. و هر کسی ساز خوش میزنه، یا بیشورن یا مزدورن یا هر دوشن. پس من کسی نیستم که بخوام بیام به تو درس تاریخی بدم، تو رو میهن پرست بگم، من کی هستم؟ من تمام سعیم این استش که به اون بخشی که حداقل ظاهرن داره نشون میده به من رضا احمدی که من هوشیارم، میفهمم تو چی میگی، اون حرف منه بفهمه بره به چهار تا دیگه بگه، چون من میدونم تو هم نمیتونی کاری کنی. چرا؟ چون امپراتوری انگلیس جهان رو بلعیده. فیلمش هم براتون نشون دادم. چرا فیلمو براتون نشون دادم؟ این آقای جورج بوش بود، جمهوری خواه، که چاقو کشیده بود میگفت من میرم روسیه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. دیدید رقصو با پوتین؟ چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. پشت پرده این خبر هاست، روی صحنه
اون میاد اینو استیزا میکنه، اون یقه اونو میگیره، این تو کشیده تو گوش اون میزنه، اون میگه اروپا همکاری کن با من، اون میگه نه اگر اتحادیه اروپا نیاد من نمیام، اون میگه بس از طریق بازار مشترک بریم، اگر جلوی فعالیت ما رو بگیری ما از طریق این بانک ها میریم اقدام میکنیم، ما هنوز راههایی داریم که از زیر زمین بریم. بعد اون میاد میگه نه از زیر زمین نریم، مثلا بالا پشت اون بریم. دعوا بر سر چیز؟ امپراتوری جهان. چه کسی موفق شده این امپراتوری رو در دست بگیره؟ انگلیس ها راحت 200 سال. کی در ظاهر میشه امپراتور کنونی پس از جنگ جهانی دوم؟ ایالات متحده امریکا. امریکا کی بودن؟ همونایی که سوار قایقا و سوار کشتی های بادبانی شدن، رفتن و منطقه رو گرفتن. و چی گفتن؟ بیایید اینجا طلا هست، طلا، طلا، آی طلا، بیاین طلا هست. کدوم طلا؟ اقدسی در کار نبود، طلایی در کار نبود، بود نه واسه تو پات پاره پوره یه بدبختی که مثلا تایه کوچه شهید چراغ علی لندن داشتی موش می‌خوردی سوارمون با کردن تو اون زیرزمین کشتیه تو قسمت زغال زنگش گفتم بیا برو اونجا طلا هست. خب به چی رسیدی؟ بعد از 400 سال اوجتون تبدیل شد به اینکه یا شدید به عنوان غلام و برده، یا رفتین تو محله او یارو چیه عالمه چیه، یا رفتین اونجا، یا خیلی شانس آوردین شدین کارمند. و چی شدید؟ از صبح تا شب دنبال یه لقمه نون و همبرگر و یه بچه نوشابه کوکاکولا دارید میدوید. چی بخور بخور رو انداخت راکفلر را، چی بخور بخور رو انداخت هر که یه منطقه رو واسه خوش گرفت به اسم چی؟ گاوچرون مزرعه دار. اون گفت این مزرعه مال من، اون گفت مال هر کم سورش روسی اصلا کشید زد گوش، برای همین اصلا رو نمیتونن جمع کنن، چون اون مملکت بر این اساس بنا شده، چیزی که روش بنا شده چی نمیخواد ازش بگیری؟ چی بنیادشو گذاشته؟ دولت فخیم انگلیس. که چی بشه؟ که خودش امپراتوری جهان باقی بمونه. بعد چی رو تو مخه شنونده بکنه؟ با من که خودم حالا تو کورو کچله خودم موندم، به خدا نیا کن بلزلا میخواد سوا بشه، اسکاتلند میخواد سوا بشه، نیا کن ایلند هم داره میره. چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. پس برمیگردیم به چی؟ ما به هیچ کس نباید متکی بشیم، ایران رو خودمون باید باز پس بگیریم. فرمایش اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، من دنبال تاج و تخت نیستم، به ایران بیاندیشیم، فقط ایران، 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 بسته، نمیخواد جاوید شاه هم نگید، ایران، ایران. چرا من میگم بگید جاوید شاه؟ چون آقا که نمیتونه بیاد بگید جاوید شاه، بیاد بگید جاوید به من، بیاد بگید تو خیابون درود به رضا پهلوی. کی باید اینو بگه؟ طرفدارش. طرفدارش کجا؟ بغل دست کمونیستا، بغل دست تجزیه طلبها. چرا؟ امکانات دارن، همون دارن میبینن. آخه اینکه خوش نیست بغل دست تجزیه طلبها. یکی از توی این خرمن زده اومده بیرون میگه آی ملت بگین جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم پهلوی سوم. صداش چی میشه؟ خفش کنین، خفش کنین، این خطرناکه. جلسه برام میذارن تو لس آنجلس، این خطرناکه. آخه این داره ایرانو تکون میده. ایرانو پس میگیریم بچه ها، ناراحت نشید، ایرانو پس میگیریم، مطمئن باشید پسش میگیریم. چون بعد تموم میشکنم موضوع رو، بقیشو میذارم برای جمعه. خستم شده انشالله که چون روشم حرفامو زده باشم. بارو شماره دو رو لطف بفرمایید. بهتون عرض میکنم که به فرمان انگلیس تخریب کشتار ملت ایران و تخریب کامل کشور ایران، این دستوری بود که به خمینی در نوفلوشاتو دادن، گفتن هر چی دلت میخواد بگو، هر کی دلت میخواد بکش، هر غلطی دلت میخواد بکن، دو کار باید بکنی. یک، ایران رو کاملا تخریب بکنی، این آدرساشه، اینا این جاهایی که بهت میگیم تخریب بشه، مثل قبر رضا شاه، اولین جایی که باید تخریب بشه اونجاست، تمام یادگارهایی که بوی ناسیونالیسم از بین ببری. دوم، کشتار ملت ایران که دل اینا یوی بابک جوگیر نشه بیاد بیرون، دیگه نمیتونیم جمع جورش کنی. البته ناگفته نماند، یه دستور دیگه انگلیسا بهشون داده بودن، جریان نفت قطع نشه. خمینی، جریان نفت قطع بشه شارکت میزنی، شریان زندگی تو قطع میکنی، میدم همون بطول بخورته. اما یه پیری که بغل دستش بطول بود، حاجر بود که اون یارو قرازه اونا پیش خودش خاک کرد، علی شیره تا اونجا خاک میشه اگه زنده بمونی. بانو تمنام گازو تو شماره دارو لطف بفرم. یعنی نتیجه تحقیقات نشون میده به طرز خیلی عجیبی شیرهای پاستوریزه‌ای که ما از سوپرمارکت ها خریداری میکنیم آلوده به سم
آفلاتوکسین هستن که نظر شخصی خودم اینه که کثیف‌ترین، مشمئز کننده ترین، وقاحت بارترین و زشت ترین نوع دست کردن تو جیب مردم اینه که دست کنی تو جیبشون و سلامتشون هم از بین ببری. مردم دیگه عادت کردن نسبت به این اخبار. الان هم میشه حد زد یه چند روزی ممکنه بعضی توجه کنن و بعد از چند روز به راحتی باز فراموش میشه. توی تهران بیش از 30%، توی تبریز بیش از 60%، شهرهای زیادی بودن که الان من آمارشو خوندم خدمتتون. خواهش میکنم فعلا شیر استفاده نکنید. طور ما نمیتونیم مردمی بشیم که یه هفته شیر نخریم. فکر میکنید کسایی که شیر میخورن دشمنه شما هستن؟ اشتباه میکنید. چیه؟ میخواد ما بمیریم؟ سپاس از شما بانو سارا گرامی. ملاحظه فرمودید به این میگن نسل کشی. شوهر مهناز افشار شیر خشک فاسد بهتون داد به اسم کارخونه پاستوریزه. حالا به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ به وجدانتون امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر حزب الله، میدونم شعور ندارید، میدونم احمقید، چون اگه شعور داشتید احمق نبودید که پشت سر علی شیری نماز نمیخوندید. اگر احتمالاً شعور دارید و احمق نیستید، آیا بچه خودتو تو اون مملکت شیر میخوره یا نمیخوره؟ بیشعور به تو هم رحم نمیکنن، چون برای خودشون هواپیما داره شیر میاد، آب آشامیدنی از سوئیس براشون میاد، آب ایرانو نمیخورن آخوندا، نه علم الهدا در مشهد نه علی شیری در تهران، تمام خونه هاشون صندوق آب از سوئیس و آلمان و اتریش براشون میاد، دوا براشون میاد، تمام بیمارستانهای دنیا تحت کنترلشونه، تحت نظرشونه. بانو لطف بفرمایید اون عکس‌ها رو لود کنید، عکس شماره 3 و 4 و 5 و 6 و 7 رو. این عکس‌ها رو بچه‌ها با هم یه نگاه بکنید. ببینید انقلاب نکردیم که ایران را آباد کنیم. خب اونجا که علامت قرمز زدم نگاه کنید، میگه آخه بابا جون ما خودمون یه پا قاتل بودیم. امیدوارم تو سرشم بخونمش. بانو میشه اینو بزرگش کنی؟ بعد اون پایین نگاه کنید، فرض کنید ایرانی مانند ژاپن ساختیم. در انتها چه نتیجه ای حاصل می شود؟ انقلاب اسلامی حرف دیگری داشت، شاه هم می توانست ایران را آباد کند، اما ما انقلاب کردیم تا معنویت و دین داشته باشیم. این دیدید به چه هدفی اومده بود ایران؟ اینا به این هدف اومدن. دستور رو کی داده؟ انگلیس. کی بهش این دستور داده؟ خانه فکر. بانو عکس بعدی لطف بفرمایید. هدف میگم تخریب ایران بوده. اینا این اراذل و اوباشو بالا رو نگاه کنین، اون اخوندا رو، اونا عمامه ها رو برشون تبدیل شدن به این، بعد به خودشون میگن روشن فکر دینی، مثل کدیور و نمیدونم اشکوری و زهرمار و اون کرباسی کثافت و بقیه اراذل و اوباش و لایلاجم اجتماع، همه تروریست، همه آدم کش، همشون تخم ترکه های کسایی که ترور کردن نخست وزیر ایران رزمارا رو زدن، حسن علی منصور رو زدن و بقیه داستانا به شاه حمله کردن و الان یکیشون اومده میگه من چیزم، من پژوهشگرم. چی؟ شکو بچه دوست. بانو عکس بعدی لطفا، کسی که با خسرو گل سرخی میخواست چیز کنه شاه مملکت رو بکشن، شهبانو و ولیت مملکت بدوزن. اینم تلویزیون خودشونه، دریای خزر رو نگاه کنین، شوهر دادم رفتم اون شد، اون تیکه که آبی گشتن اون فقط مال ماست. حالا بشینید هی بگید علی تعزیه چی گفت، اون چی گفت، آقا رضا از کانالش اومدم بیرون رفتم تو، هر کس شرف داره، هر کس شرف داره تو کانال اینا نره، همتون از کانالشون بیاد بیرون اگه شرف دارید، اگه نداری که به من ربطی نداره، هر کاری دلتون خواد بکنید. میبینی که من تو هیچ بازی نیومدم. بانو تمنا عکس بعدی رو خواهش میکنم. بیاین بشینیم با هم جلسه بزنیم، بریم حالتون خوش نیست بفرمایید. نماینده که انوش ببین چی داره میگه، هر کی ترامو به قد برسونه 3 میلیون دلار جایزه میگیره. قیافه رو نگاه کنید، بچلونیتش ازش 6 تا کامیون شیره میاد بیرون. مردشون لمون دماغ رو نگاه کن بی پدر و مادر. ای واقعا کرگدن از این خوشگلتره. بانو عکس بعدی خواهش میکنه. همشون آدم کش، همشون دوست، همشون جنایتکار، همشون آدم کش. این سفر لاریجانی رو نگاه کنید، با بهترین هواپیماهای جهان برید ازش بپرسید مردی که کجا داری میری؟ تو فرست کلاس نشستی کجا داری میری؟ داری میره بچه‌هاشو ببینی تو امریکا. بعد شما ملت باید سوار هواپیما بشین که مثلا لاستیکش رو هوا تلق بترکه، بدون چرخ بشینی یا بالش آتیش میگیره. آره مثلا تو حتی تو فرست کلاسش هم مثلا میری بشینی بو دبلیو سی بیا. مرسی بانو، لطف کردی، ممنونتون.
اون کشور، این کشوری که امروز اینجوری هست، این کشوری که امروز دارید میبینید کشوری که نیست، این چیزی که دارید در بدا مخروبه ای که دارید میبینید، این ملت بدبخت کنونی ایران قرار بوده مثل الان آلمانیا زندگی کنه. با آلمانی کسی نیست نده گید و گرسنه. ما قرار بود بشیم آمریکای منطقه، آمریکای دوم در جهان، نه آمریکای منطقه. علازت میفرمودن ژاپن 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 ژاپن، این بود. هیچ کس نفهمید، حتی اونایی که ادعا میکردن ما جزو مشاورین علازتیم، نمیگم همشون، یه عدهشون، یه عدهشون نخست وزیرم شدن، شریف امامی، من دیگر شریف امامی دیروز نیستم، تو از اولش هم هیچ پخی نبودی، تو یه نوکر فرماسیونر انگلیسی بودی که صافه و چی بگیم، توف سرمالاست. آدم یه حرفایی از بعضی موقع تو آینه به خودش هم نمیتونه بگیم، یه دشمن خیلی پر رو میشه. آقای عزیز عزیزی از ونکوور $100 لطف و محبت کردید، عزیز عزیزی لطف کردید، سپاسگزارم از لطف و محبتتون. بانو تمنا میکنم پیام اولیا حضرت هم لطف بفرمایید، شماره 9 رو، نیروهای سرکوبگر. اینم یه پیام دیگه، گوش کنید. اعلی حضرت رو بارها پخش کردم، رضا شاه دوم و اولیا حضرت هم پخش میکنم. تموم کارتون، امپراتوری انگلیس میدونه که فعلا فیتیله مجلس آلمان رو روشن کرده، هر روز تو آلمان میگن خانم مرکل، مرکل، ای مرکل، چرا داری کمک میکنی جمهوری اسلامی رو؟ اول داری نوکراشو بلند میکنه. علی شیره‌ای باختی، تموم شد، کیش و مات، کیش بهت نمیدم، کیش و مات شدی بدبخت، تموم شد کاره. تو باید بری، سال 2020 که ما توشیم باید تمومت کنیم، باید تمومت کنیم. اگر تمومت نکنیم تموم میشه خیلی چیزا، خیلی چیزا نمیذاریم به هدفت برسی. نه تو، نه بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، نه سایر بنگاه های لجن پراکنی، نه یه مش آشغال مزدور تجزیه طلب، نه یه مش مثل حسن صدق خور و علی تجزیه، نه یه مش کسافت که اسم خودشونو به دروغ گذاشتن اپوزیسیون. ما ایران رو پس میگیریم، مطمئن باشید که میگیریم. یه سری هم تازگی پیدا شدن میگن ما ارتش نمیدونم جزو گارد شاهنشاهی، گارد جاویدان بودیم و بعد میرم میشینم پیش مش بی‌شرف‌تر از خودشون. خاک بر اون سرتون کنن که لباس نظامی رو شما به لجن کشیدید که برید به یه لجن‌تر از خودتون بگید اپوزیسیون. خاک بر سرتون. اگه اینو نمیگفتم سکته میکردن امشب. بانو تمنا میکنم از حضورتون، خیلی به احمقید، حیف احمق، مزدورید، مزدور اجاره‌ای، نوکرید، همتون نوکرید، همتون نوکرید. میخواستم بهتون بگم که واقعا افتخار میکنم به شما هم میهنان، چه زنان، چه مردان، چه جوانان و گروه های مختلف، با تمام این سختی ها، با تمام فشارها، شما با شجاعت و استقامت جلوی اینا ایستادید و روحیه قوی و امید آینده این اسلحه شماست در برابر اسلحه اونهایی که به شما حمله میکنن و این امید رو از دست ندین و مطمئن هستم که روزگار اینجوری نمیمونه. در ضمن میخواستم دفعه اوله که یه همچه حرفی رو میزنم به آقایون ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر، زندگی که واقعا باید لایقشون باشه میخوان، اینا خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستند. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستی هممیهنان با هم صحبت کنند. اینو فراموش نکنید و الان موقعش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر و ایران بهتری رو میخوان و اون چیزی که میخوام همیشه تکرار میکنم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. خدا نگهدار همتون. بله، سپاس از شما بانو سارای گرامی، لطف و محبت کردید. من یک بار اول اسامی رو بگم تا یادم نرفته.
علیرضا از تورنتو 30 دلار، دوستدار رضا شاه دوم پهلوی سوم 100 دلار، آقای خسرو و خانم منیر تورنتو 60 دلار، جاوید شاه، سارا و کوروش نوه دو بزرگوار 20 دلار و عزیز عزیزی ونکوور 100 دلار. یک هموطن عزیزی هم تلفن دادید از آلمان، حضورتون زنگ میزنم. در ضمن خانم ها آقایون بچه‌ای که تلفن میدید من به خدا بهتون زنگ میزنم، همش میره رو پیامگیر و دیگه خودتون مقصری بر نمیدارید، من پیامم میذارم که نگید من زنگ نزدم. پیام اولیا حضرت رو گوش کردی؟ دیدی؟ نصیحت رو گوش کردی؟ حالا بکشید مردم. کارتون تمومه، کارتون تمومه. امپراتوری انگلیس بخواهد نخواهد تمومه. اتاق فکر امپراتوری انگلیس، اتاق فکر امپراتوری انگلیس یعنی بریتانیا به قول خودشون، اتاق فکرشون گفته تمومه کار. اتاق فکر به فکر منافع ملی انگلیسه. اتاق فکر میدونه که دیگه نمیتونن کنترل کنن، نمیشه، ملت به پا خواسته، نمیشه، نمیتونید. این ملت شاهشو میخواد به همین صراحت، به همین قدرت. هیچ خدایی، هیچ قدرتی نمیتونه، نمیتونه، نمیتونه جلوی ورود اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم به ایران بگیره، نمیتونه. اگر هرچی مقاومت بکنید، ترامپو ببر استیزا بکن، دکتی دیجیش غلطی هم نتونستید بکن شما دموکرات ها. یه مش کثافت مهره انگلیس مثل سازمان مخوف توده در ایران، این دموکرات ها همون حالتو دارن در انگلیس، همش در آمریکا همشون جاسوسن، همشون بدون استثنا، همشون هم دزدن. هیچ قدرتی نمیتونه جلوی ورود پهلوی رو به ایران بگیره، تموم کار. اگر مقاومت بکنید دودش چش خودتون میره. چرا؟ به دلیل اینکه بستر جهان آماده جنگ جهانی سوم تو چشمتونم کورشه. ما باختیم، ما ایرانی ها باختیم. حالا میخواد جنگ جهانی سوم بشه 66 بشه، ما باختیم. پس اگر میخواهید که همه برنده بشیم، باید جمهوری اسلامی رو کمک کنید به ما که ببریمش، باید کمک کنید به ما که ببریمش، نه کمک کنید به اونا که بمونن. کمک کنید به ما. چند تا صدر اعظم آلمان کمک کرد؟ هلموت شمید، هلموت کول، شرودر، مرکل، این چهار تا. چه غلطی تونستین بکنید؟ چند تا رئیس جمهور فرانسه تونست این کارو بکنه؟ چند تا نخست وزیر انگلیس تونست این کارو بکنه؟ حتی چرت و پرت دیوونه عقب افتاده جانسون، چند تاتون تونستین این کار؟ چند تا رئیس جمهور امریکا کمک کرد اینا بمونن؟ تونستی؟ چقدر از در پشت بهش پول رسوندی؟ تونستی دیگرش داری؟ چون اینا ببینی یه مثالی هست، نمیدونم درست میگم یا نه، هیچ وقت من خوب یاد نگرفتم، میگن اصل آن نیکو نگرداد زان که بنیادش بد است. همچین چیزی اگه اشتباه گفتم ببخشید. کسی که بنیادش بد باشه، تو هر چیز بدی رو میتونی خوب بکنی، نه یه ذات بدو. ذاتی که بد باشه نمیتونی خوبش کنی. هر چیزی رو میشه خوب کرد به جز ذات بد. ذات آخوند اینه. آخوند مرتجعه، آخوند قرون وسطاست، آخوند عقب افتاده است، آخوند پسته، آخوند کثافت تاریخه. تو نمیتونی با عرض پوزش روم به قبر امام خمینی و سایر شهدای راه امام، تو نمیتونی از کثافت گل رز توقع داشته باشی بوی گل یاس بده. نمیتونی. آخوند کثافته. حالا از این کثافت رو بخواییم بریم مثلا عطر چه بدونم مثلا خوشبو بیارید بیرون، نمیشه. هرچی هم اینو به همش بزنید بوی گندش دنیا رو برمیداره. کارتون کشیده به تو طویله های خودتون که به میگی مجلس، کارتون کارشون کشیده به جای تو صدا و سیما تو طویله اسلامی داره میگه بابا شیر فاسد دارم به ملت. بعد مردم حالا یه مدت شیر نخورید، بیشو یه بچه فقط غذا شیره، پس شیر نخوره چی بخوره؟ چی بخوره؟ گوشت گاو بخوره؟ بچه های ایران همینطوری ادامه بدید. به حرف، به مزخرفات، گفتم حرف اشتباه کردم، به مزخرفات هیچ کس گوش نکنید. اون میگه من فرمانده ارتشم. خب بیشور چه فرمانده ای؟ کی اصلا تو رو کرده فرمانده؟ این اومده میگه که دموکراسی باید بیاد، ما نمیذاریم به دیکتاتوری برگرده. خفه بمیر، خفه بمیر، کثافت تجزیه طلب.
بچه ها به مزخرفات هیچ کس گوش نکنید، دنبال هیچ کس نری، همه چرت و پرت میگن، راحتتون کنم، فقط دنبال رضا پهلوی. برای همینه بهتون میگم فقط بگید جاوید شاه، جاوید شاه. اسم رضا پهلوی رو فقط بیارید، فقط اسم شاهتون رو بیارید، شاهنشاهتون رو بیارید. یه دم به من گفت آقای احمدی نگید اعلی حضرت، مخصوصا من میگم اعلی حضرت. میدونی چرا؟ به حضرت علی میگفتن حضرت علی. ایرونی‌ها اینقدر تیز بودن بغلش برداشتن یه اعلا گذاشتن، گفتن اعلا حضرت، یعنی شاه از علی بالاتره دیگه. از این راحت‌تر نمیتونم براتون توضیح بدم. اعلا حضرت سیروس و زاشای دوم پهلوی سوم. یادم سری آدم بی سواد نذاری سر کارتون بذاره. دوست نداری بگو شهریار، بگو شاهنشاه، بگو رضا پهلوی. اسم این آقا رو بیانید و برش گردونید ایران. جمعه میام در خدمتتون خواهیم بود. بی‌نهایت سپاسگزارم از سرکار بانو سارای گرامی و از همه شما خانم‌ها آقایون، همه شما عزیزانی که کمک کردین. این 30 ثانیه آخرم یه چیزی بهتون بگم، خواهش میکنم ازتون، استدعا میکنم ازتون، حداقل به برنامه‌هایی که دوست دارید کمک کنید. تمنا میکنم، مثلا میام پرسون دوست دارین، دمتون گرم، من هر دفعه میام کمک میکنین، 50 دلار، 100 دلار، 20 دلار، 200 دلار، هر چی بیشتر بهتر، دستون درد نکنه، کمک کنید، بذارید سنگر رو پاش بمونه. به عنوان یه سرباز میگم، حالا میخواین بکنین میخواین نکنین به خودتون ربط داره، ولی همین مسئولیت رو نریزین گردن یه نفر، کمک کنید. شاد و پیروز باشید. پاینده ایران جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. بچه ها محکم، ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم. علی شیره‌ای کثافه، بجنگ تا بجنگیم، تمومت میکنیم، شکی نکن که تمومت میکنیم، تمومت میکنیم، با انگلیس، با روسیه، با همه تمومت میکنیم. امپراتوری ایران رو برمیگردونیم، برش میگردونیم و ایران رو باز پس میگیریم. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس.